جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک دو بر مرز تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. امشب یه برنامه خیلی پری داریم و پیش از آغاز برنامه هم خواهش میکنم از همه شما میهن پرستان عزیزان لطف و محبت بفرمید و سنگر ایران آریایی رو مثل همیشه نگه دارید. این تنها خانه باقی مانده رو که در هر خونه ای میریم یه نگاهی میکنیم میبینیم وای 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 یا عصای موسی چه خبره چه خبره. دستتون درد نکنه، درود به شرفتون، درود به غیرتتون که از سفرتون میزنید، از جیبتون میزنید، از خریدتون میزنید و حمایت میکنید از خانه عاشقان ایران آریایی. به شرفم سوگند با همین امکانات کم، با همین نداشتن امکانات، اصلا من خجالت میکشم بگم امکانات کم، امکاناتی نیست که مکم زیادش کنیم، با همین نداشتن
با همین وصل و پینه کردنی پشت صحنه جناب مهندس سیاوش به شرفم سوگن ایران رو نجات میدی و روسفیدیش برای همه شما میمونه که پیش خودتون میگید من در طول 5 سال، 2 سال، 10 سال، حالا هر چند سالی که دارید لطف محبت میکنید، منم سهمی داشتم برای آزاد کردن بچه های ایران، منم سهم داشتم برای اینکه بچه ها دیگه سر سطل آشغال نرن غذا بخورن، دیگه ملت از بی برقی و بی نونی و بی آبی و بی دوایی و اینا نجات پیدا کرد، شاهمون رو برگردوندیم. دمتون گرم، دم همتون گرم، دستتون درد نکنه، دست گلتون درد نکنه، یک جهانم ازتون سپاسگزارم. اما کار تا لس آنجلس کفن نشود، تا خارج از کشور کفن نشود، آن وطن وطن نشود. زنده یاد جاوید نام فریدون فرخزاد، دکتر فریدون فرخزاد، هنرمند ملی و مبارز. زنده یاد جاوید نام هنرمند ملی و مبارز استاد رضا فاضلی. زنده نام جاوید نام استاد مانوک خدابخشیان عزیز. این ستن، دیگران هم بیشک گفتن، ولی این ستن به ویژه، یعنی در همه برنامه هاشون یک اشاره به این نکته که الان خدمتون عرض میکنم اینا اشاره میکردن، هم مانوک عزیز، هم رضا فاضلی عزیز، هم فریدون فرخزاد عزیز. روان هر ستایشون شاد که نامشون جاودانه شد و همیشه هم دغدغه ایران داشتن، قصه ایران رو خوردن، برای ایران مبارزه کردن، برای ایران اشک ریختن، برای ایران از زندگیشون گذاشتن، از همه چیشون گذاشتن. هر ستایشون هم میتونستن خودشونو به جمهوری اسلامی بفروشن، خدا شاهد رو هوا میخریدنشون. مانوک الان میشد مفسر بخش ورزشی در ایران که خیلی هم ازش استفاده میکردن، که این یارو عادل فردوسی پوری هم یه ارازل و اوباش اینا اصلا شاگردش هم نمیشده، تا همین الان هم تو تلویزیون نشسته و خونش هم الان بالایی که علی دایی و علی پروین خونه در رو کوها، خونش هم الان اونجا بود. رضا فاضلی الان میشد بهترین هنرپیشه جمهوری اسلامی، که این یارو فرامرز غریبیان و سعید راد و اینا، که اون موقع همه اینا اصلا نبودن وقتی استاد فاضلی فیلم بازی میکرد تو سینما، همه اونا شاگردش میشد، کارگردانی هم میکرد، تهیه کننده هم میشد و سینماگر میشد، اصلا میشد وزیر ارشاد. فریدون فرخزاد هم که رو هوا میزدن، به خدا بهش امکانات هم میدادن، میگفتن بیا، اونم میرفت میگفت اسلام خیلی خوبه، ما اشتباه میکردیم، شاه فلان بود، فقط کافی بود لب و دهنشون رو برگردونن. اما هر سه شرافتمندانه ایستادن، هر سه شرافتمندانه مبارزه کردن و هر سه فریاد زدن زنده باد ایران، پاینده باد مشروطیت، و هر سه بزرگوارم از پهلوی با شرافت دفاع کردن. اما هر سه در یک موضوعی مشترک بودن که ما شاگردا یاد گرفتیم و تحویل شما میدیم: تا خارج از کشور کفن نشود، آن وطن وطن نشود. جمهوری اشغالگر اسلامی، در اصل ما دو تا جمهوری اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی اونی که دارید داخل کشور میبینید، یه جمهوری اسلامی هم هست خارج از کشور، که زاد و زادوله هاشون هر کدوم هر بار در یک نقشی، در یک پوزیسیونی، در یک وضعیتی خودشونو نشون میدن. یه روز میره تو قالب معصوم قومی، یه روز میشه محسن یادگارا، یه روز میشه اون یارو هماه سردار سرشار چیچی، اون همون که با این گوگوشه چیز میکرد، مصاحبه میکرد، یه روز میره تو قیافه سازمان تروریستی مجاهدین، یه روز میشه ننه مریم، یه روز میشه مسعود مفعول، یه روز میشه این رادیوهایی که تو لجن جلسه که زر زیادی میزنن 77 نمیدونم چی، یه مش بی پدر و مادر مامور اطلاعاتی، یه روز میشه تو قالب بنگاه لجن فرکن بی بی سی، یه روز میشه شرم‌آور، یه روز میشه امید نادان، یه روز میشه باطله، یه روز میشه این، هر روز به یه رنگی. بعد یه عده رو صحنه میرن، یه عده میان رو صحنه، مثلا الان هنرپیشه های جدید شده حامد کیسه کش، چوس بنیادی، معصوم قومی، معتادی دیگه، چوس شیفته و همین اراذل اوباش دانید که. اما یک موضوعی که خیلی 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 و خیلی 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 به توان بی‌نهایت، خیلی به توان بی‌نهایت
مهمه و حائز اهمیته، هنرمند و ورزشکار و انسانهایی که تو چشمن. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، در تمام جوامع بشری، شما میخواید مثلا اهل چین و ژاپن و کره و آلمان و فرانسه و کانادا و امریکا و برزیل باش، این کشورهای درشت و فعلا صاحب نام، چه میخوای اهل کشورهای عربی باش، چه میخوای اهل ترکیه و ایران و افغانستان و پاکستان و ایتالیا باش، چه میخوای اهل السالوادور و نمیدونم شیلی باش، مهم نیست تو اهل کدوم کشوری در این دنیا، همه انسانهای روی کره زمین به یک چیزی معتقدن، یعنی به یک چیزی در یک چیزی مشترکن، و آن هم علاقه به رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی و مسائلی که تو مجلات نوشته میشه. مثلا فلان هنرپیشه 6 دفعه طلاق گرفت، فلانی 5 دفعه زنگ گرفت، اون یکی نمیدونم مریض شد، اون یکی ناکن ابروشو برداشته اینجوری کرده، ای فوتبالیسته از این باشگاه رفت به اون باشگاه، آدمایی که توی اجتماع دو چشمن. بعضی از این آدما واقعا از این هنرمندا و ورزشکاران، آدمایی که به هر حال جلوی چشمن، اینا واقعا از شایعه و از اینکه اسمشون سر زبونا باشه پرهیز میکنن، ولی خب دیگه تو یارو فوتبالیسته، ورزشکاره، تنیسوره، چه میدونم شناگره، خواننده است، هنرمند است، دیگه نمیتونه خودشو پنهان کنه، ولی واقعا سعی میکنه که در محافل خصوصی کمتر ظاهر بشه، کار خودشو بکنه، مثل مثلا زنده یاد روان شاد، روان شاد سرکار بانو فروزان عزیز، خیلی کم در محافل هنری، چه در زمان خدایگان، بعدا هم که اصلا دیگه بنده خدا اصلا خانه نشین شد، اصلا حصر خانگی شد، و بعض برخی از هنرمندان، ولی بعضی ها نه، دوست دارن با پخش شایعات عشقی و ناموسی و اعتیاد و سیاسی و یه چیزی دور خودشون وصف بکنن که مبادا نام اونها از زبانها بره، از ذهنها بره، دوست دارن، اشکالی هم نداره ها، برحال یک بخشی از معروف شدن انسان با شایعاته که امروز مثلا بهش میگن پروپاگاندا، که قبلا ها اینجور لغت ها نبود، میگفتن یارو با شایعه خودشو نگه داشته، یعنی با پروپاگاندا، اصلا بعضی هاشون پول میدادن به نوچه هاشون، اطرافیانشون، مثلا زنگ بزن به فلان روزنامه، مثلا فلانی زنگ بزن به آقای ری اعتمادی مجله هفته‌نامه جوانان، بگو مثلا فرد بفرمید، حالا خانومه، حالا اونی که نیستش من مثال میزنم، روان شاد مثلا نوری کسرایی گفته که من از بچگی اصلا عاشق بهروز وثوقی بودم، خب اون روزنامه هم اینه مینوشت، چرا؟ چون مثلا رضا احمدی نرفته بود زنگ بزنه، یک کسی زنگ زده بود که اون سردبیر مجله میدونست این خانوم یا این آقا دوست صمیمی نوری کسراییه یا شورانگیز طباطباییه که در قید حیات هستن، که بعد میگه شورانگیز طباطبایی با سفر ایران پاک فوتبالیست صاحب نام مثلا دوست شدن مثلا فلان، که بعد تو استودیوم امجدیه تاجی ها میگفتن ش ش شورانگیز، یعنی تیکه میداختن به پرسپولیس. و به همین شکل، بنابراین هیچ اشکالی هم نداره، برحال اینه، این عالم هنر یه سری مسائل منفی و مثبت هم داره، و هنرمند ورزشکارم اینطوریه، مثلا شما تا حالا ندیدید بیان نام یه جراح مثلا مد بشه تو جامعه، که مثلا این با زنش طلاق داد، نمیدونم عرق زیاد میخوره، قمارخونه رفته، دیشب با ماشین مثلا تو جاده چالوس مثلا رفت تو کو، کاری ندارم با پزشک و اینا، جامعه آدمای معمولی، انسانهای به اصطلاح عوام مثل بنده و شما و همه آدما، آدمای به اصطلاح اومده در صحنه، مردم همیشه دنبال آدمایی هستن که مثلا در عالم هنر و ورزش. خب این هیچ چیزی هم ربطی به کشور ما نداره، اما یه چیزی رو باید هنرمند و ورزشکار رعایت بکنه، اگر رعایت کردی که میشی مثل عارف قزوینی که نه صدای ازت مونده، نه اسناد آنچنانی ازت مونده، یه چند تا نوشته مونده و یه تار شکسته و یک خانه خورد شده دیگه، سقف ریخته‌ای در گوشه‌ای در شهر همدان که در قزوین زندگی میکرد و اینقدر مورد جور و ستم قرار گرفت که ترک دیار کرد، نه از طرف مردم قزوین ها، از طرف برخی رفت به اون سمت و اونجا موند و
در اونجا هم چشم از جهان فروب است که یک افتخاریشو داره شهر همدان در کنار بابا طاهر، در کنار ابن سینا، که عارف هم اونجا دفن شد، خاک شد. ولی نام عارف موند، چرا که در کنار ملتش بود، خیانت نکرد، دروغ نگفت، به هرز نرفت، تار خودشو، هنر خودشو، شعر خودشو، صدای خودشو، شرف خودشو به دلار نفروخت، به ریال نفروخت، نه به مرکز قدرت خودشو نزدیک کرد، نه سعی کرد به همه بفهمونه من از اینا بدم میاد، کار خودشو کرد، کار هنرشو کرد و در کنار ملتش موند و برای جوانان وطن ترانه سروده ای سرود و ترانه شد از خون جوانان وطن، لاله دمیده و چه. مثل استاد بنان که حالا یه 30-40 سال بعد، 50 سال بعد، نیم قرن بعد میایم جلو یا کمی بیشتر، مثل قمر، قمر بزرگ، قمری که نامش مون، چند تا صفحه با صداهای بسیار ضعیف از قمر باقی مونده و هنوز که هنوزه همه میگن مثلا هایده صداش مثل قمر بود، به هستی مثل قمر بود، یعنی کسی بانوی رو میخوان مثال بزنن به قمر مثالش میزنن. و نامشون مون، مثل عرض کردم استاد بنان، نه حالا در خواننده ها، مثل استاد پرویز یاحقی، مثل اساتیدی چون اسدالله ملک، فرهنگ شریف، جلیل شهناز، استاد روحانی که استاد پیانو هستن خودشون و حالا پسرشون، و در عالم سینما هم اساتید بزرگی خدمت کردن، بدعتگذار بودن، استاد ناصر ملک‌مودی، استاد فردین، نا اساتید خودشون بودن، زنده یا تقی ظهوری و سایر بزرگ، و در ورزش هم به همیشه ناصر حجازی از روان شاد، این عقاب آسیا، این سنگربان بی بدیل شماره یک تاریخ فوتبال ایران که به راستی یک طلایی برازنده اوست، مثل همایون خان بهزادی، مثل سفر ایران پای، غلام حسین مظلومی، ایرج سلیمانی، منصور پورهیدری، خب یک اسامی که اینها موندن. شاید هم حالا اسامی که در کل من گفتم در طول زندگیشون یه فیلم بد بازی کرده، دو تا شوت اشتباه زده، یه آهنگ اشتباه خونده، ولی در کنار مردمشون باقی موندن، یعنی در نهایت از خودشون به قول خودمون، به زبون عامیانه خودمون، یه خدا بیامرزی از خودشون به جا گذاشتن. و من خودم مثلا یاد استاد فردین میفتم و خب ناراحت میشم که چرا فردین رفت مثلا فیلم غزل رو بازی کرد در کنار، حیف فردین بود که شخصیتش بره زیر دست و پای مسعود کیمیایی و گول کیمیایی رو بخوره که در کنار یک تن لشی به اسم فرامرز غریبیان بازی کنه که باعث افتخار فرامرز غریبیان بی پدر و مادر توده‌ای شد. خب و از این بابت دلچلکینم که چرا فردین برزخیا رو بازی کرد و یک سری جملاتی رو گفت که نباید میگفت، ولی برای من فردین اسطوره جوانمردی سینماست و ما امروز اگر ادعای بکنیم که میخوایم جوانمرد باشیم، لوتی باشیم، با معرفت باشیم، دست دیگران رو بگیریم، به هر حال بخوایم بشیم فردین، البته نمیشیم، ما مثال دارم عرض میکنم، و به قول بچهای قدیم که وقتی میخواستیم بریم پول حساب کنیم میگو با فردین بازی در نیار، نوبت منه، من بدم. به هر حال خب فردین برای من یک سمبل یک انسان جوانمردی بود که همیشه در برابر ظلم ایستاد و دست ضعفا رو میگرفت. حالا با این مقدمه که خدمتون عرض کردم بریم سر اصل مطلب. هر هنرمندی برای خودش یه سری طرفدار داره، مثل داریوش اقبالی که قول دادم بهتون من یک شب راجع به داریوش اقبالی یک برنامه بذارم. پیشاپیش از همه هواداران صدای داریوش اقبالی، از هنر داریوش اقبالی پوزش میخوام، اگر حرفایی رو میزنم، فیلمایی رو نشون میدم که شماها ناراحت میشید، مثل اینکه یکی بیاد یه چیزایی از ستار نشون بده که من امیدوارم واقعا باشه و بیاد نشون بدین، چون نیست خب منم ناراحت میشم، ولی الان وقت خوشحالی و ناراحتی نیست، الان ما باید برای بد اومد و خوش اومد هم دیگه نمیدیم حرف بزنیم. ما امروز اومدیم تکلیف کشورمون رو روشن کنیم. داریوش اقبالی مثل ستار، مثل شاهرخ، مثل برای آقای شاهرخ هم آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که به خیر و خوشی همه مسائلش حل بشه. به هر حال
ایشون هم طرفدارانی داره، صدای قشنگی داشت اینا، ولی میگم خب یه اشکالاتی هست که مثلا من نمیتونم به اینا وصل بشم متاسفانه. و نمیگم اونا بدن من خوبم، اصلا صحبت بد و خوبی نیست، صحبت اختلاف نظره یا سلیقه است. به هر حال از طرفداران آقای داریوش اقبالی من پوزش میخوام که در طول برنامه اگر احتمالا حرفایی زده بشه، صحبتایی بشه، مسالهی پخش بشه، شماها بهتون بر بخوره. من یه وظیفه‌ای دارم اینجا نشستم. ببینید عزیزان، هر جایی برای خودش مقدسه. ما وقتی تو مدرسه پشت اون میز مدرسه میشستیم، پشت میز نیمکت میشستیم، معلم‌ها به ما میگفتن که مشق تو مثلا نوشتی، چرا اینجا باید مینوشتی و برای این ور رو مثلا ننوشتی؟ آقا یادم رفت، میگه خود دفعه دیگه دقت کن، این کار میشه دزدی. آقا به خدا، آقا گفت نه صاحب کن، بچه بودیم میترسیدیم، مثلا من چه دزدی کردم؟ گفت ببین تو چه از دیوار خونه مردم بری بالا، بری فرش مردم رو بدزدی یا طلای مردم رو بدزدی، یا اینکه این واو رو ننویسی، اینم یه دزدیه، تو از مشق دزدی کردی. خب بعد به بچه اینطوری میگفتن که این همیشه ملکه ذهن ما بشه. اوکی؟ اون پشت اون میز و نیمکت نشستن، اون یک جای مقدسی بود. معلمی که روبروی ما، دبیری که خانوم دبیری، آقای دبیری که روبروی ما نشسته بود روی اون صندلی، پشتش اون تخته معروف سیاه بود، یه جای مقدسی بود. دانشگاه جای مقدسیه، استاد دانشگاه در یک مقام مقدسی قرار داره، مربی ورزش در یک جایگاه مقدسی. اگه مربی ورزش صبح بیه دهنش بوی عرق بده، سیگارم از دستش نیفته، بعد بگه فوش خار مادر بده مثل فلون بازیکن معروف که فلون شده، اون اینجوری لگد نزن به تو مثلا خار مادر فلان، خب تو از شاگرد دیگه چه توقعی داری؟ اون شاگرد یه روزی مربی بشه، همون راه مربی رو میده، اونم میره به بازیکنش فوش خار مادر میده. هنرپیشه در یک جایگاه مقدسیه. فردین میاد یه فیلمی رو بازی میکنه، 2 ماه 3 ماه 4 ماه این طول میکشه فیلم برداریش، حالا هر فیلمی، گنج قارون، سلطان قلب ها، مرد هزار لبخند، هرچی، این فیلم رفت روی پرده نقره سینما و موند. شما 200 سال دیگه این فیلم رو میتونی ببینی، مثل چارلی چاپلین هنوز عصر جدید شما میبینم هر از شنگایی موند، ثبت شد، ثبت تاریخ شد. پس جایگاهت مقدسه، باید درک بکنی جایگاه تو. تویی که امروز میری تو اینستاگرام یا در تلگرام یا هر جا، یا در کلاب هاوس میکروفونی میذاری جلو دهنت، یه عده رو جمع میکنی، فحاشی میکنی، دروغ میگی، انگ میزنی، اتهام میبندی به مردم، مهم نیست به کی، تو در برابر این جماعتی که روبروت نشستن مسئولی. بالاخره تو یه موقعیتی برای خودت پیش آوردی، به وجود آوردی که بتونی بیای یه صحبتای برای یه عده بکنی. و اینه خب فحاشیگران، خب همه من همه پیشم جفوش خال مادر. هر کدوم از ما شاهنشاه در یک جایگاهیه که خیلی بالاست، جایگاه مقدسی، خیلی بالاست. منم که کارگرم، منم در یک جایگاهیم، جایگاهم مثل شاه نیست، ولی منم به عنوان یک کارگر یک جایگاه مقدسی دارم. منم به عنوان نظافت کننده شهر باید شهر رو تمیز، من دارم حقوق میگیرم که شهر رو تمیز کنم، سطلای زباله رو تمیز کنم، راننده تاکسی هم باید مسافر رو وجدانا جابجا کنم، انگشتر یارو، پول یارو، کارت بانک یارو افتاد برم یا بدم به کلانتری، بدم به یه جایی که بگم آقا این تو ماشین من بوده، من الان دیدم، نمیدونم مال کدوم یکی از مسافرینم بوده، احساس مسئولیت بکنم، وجدان کاری داشته باشم، کارگرم فقط به ساعت نگاه نکنم بگم یه ساعت مونده به آخر کار برم، حالا نیم ساعت برم بچم تو WC، 8 ساعت کار مفید بکنم، معلمم، بچه هایی که اونجا هستن مثل بچه خودم، هم این بچه خودم باشون برخورد کنم، و هر شغلی، کاسبم، کم فروشی نکنم، گران فروشی نکنم، سنگ نذارم زیر ترازوم 1 کیلو رو نیم کیلو بدم به مردم بگم 1 کیلو، آشغال نریزم توی لوبیا با آشغال لوبیا به مردم بفروشم. ما باید وجدان داشته باشیم. وقتی وجدان کاری داشته باشی، وجدان هنری داشته باشی، وجدان ورزشی داشته باشی، وجدان نظامی داشته باشی، در هر پست و مقام و شغلی که هستی وجدان داشته باشی، اونجاست که مملکت مملکت میشه، اونجاست که کشور کشور میشه، اونجاست که ما میایم وارد آلمان میشیم، فرانسه میشیم، سوئد میشیم، میگه آ چه تمیزه، چه نظمی، چه زو، نگاه کن گلدونه اصلا اونجاست، هیچ کس نرفته دست به گلدون بزنه. چرا؟ چون وجدان کاری هست. تو این آپارتمانی که من زندگی میکنم،
هر کسی مسئول کار خودشه. هفته یه بار وظیفه تمیز کردن داریم، جای محل خانه خودتو تمیز کنی، آشغالا رو ببری بیرون، دستی تو حیاط بیاری، تمیز کنی خونه رو که خودت لذت ببری. هفته بعد نوبت همسایه بعدی نوبت، هیچکی هم باهاش کار نداره. یه پلانی زدن توی این راه رو، من میرم نگاه میکنم مثلا هفته دیگه نوبت منه، من باید تمیز کنم. خب این باعث میشه که از خانه خودم یاد بگیرم به تمیز کردن. وقتی میرم بیرون بعضی موقع مثلا یه چیزی، حالا مثلا چه میدونم دو تا بادومی مثلا پسته تو جیبمه، مثلا به طور مثال عرض میکنم، عادت ندارم بیرون چیزی بخورم، ولی احیانا دکتری میخوام برم، جایی میخوام برم، اینا یه چیزی مثلا فرض فرمایید میذارم تو جیبم، یه دو تا چیزی بذارم تو دهنم، این آشغالشو نگر اینقدر نگر میدارم تا به صد آشغال بعدی برسم. خیابونم خلوته، میتونم بریزم تو خیابون. ولی اینو یاد گرفتم. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ما در هر جایی که هستیم، در هر مکانی که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم، باید احساس مسئولیت بکنیم. منم میتونم دهان باز بکنم بگم این خائنه، این خائنه، این به در سوخته است، این فلان فلان شده. خب گفتی، همه واسات به به چه چه گفتن، رضا احمدی. اما به فکر آخر عاقبت خودت باش، چون هر کی باشد نظرش در پی ناموس کسی، باشد نظر دیگران در پی ناموس خودت. حالا اون شعر کاملش الان خاطرم نیست. خب اگر امروز بشینی بگی این خائنه، این فلون فلون شده است، این دزده، این مزدور، این فلانه، شک و تردیدی نکن که دست طبیعت این کشیده ها رو بهت میزنه، مزدورت میکنن، خائنت میکنن، فلون فلون شده دم میکنن. پس بفهم اینجا نشستی در برابر مردم، مهم نیست الان چند نفر نشستن دارن برنامه رو الان نگاه میکنن یا بعدا بازپخش میبینن، ولی اینو بدون یه عده‌ای نشستن دارن حرفای تو رو، به قول صمد آقا، به قول لیلا، صمد حواست باشه حرفاتو چاپ میزنن ها، یه عده الان نشستن حرفای من چاپ میزنن. با من حرفم تموم نشده تو 10 تا کانال این داره پخش میشه، ضبط شده، پخش شده، تیکه بندی شده، مثل گوشت قربون حرفمو تیکه بندی کردن، تیکه دیگه الان پخش کردن. خب پس من باید مواظب باشم، جوون نشسته، دختر خانم، آقا پسر، کوچولو، بزرگ، استاد، کارگر، کشاورز، همه تیپ آدم الان نشسته داره گوش میکنه. بعد میگم بابا این هرچی داره میگه پرت بلا میداره، چرت و پرت چی میگه، یعنی آدم دروغگو و حقباز شارلاتانه. بعد این مهر میخوره تو پیشونی، پیش لگن بروش دوست که دیگه سن نارود اعتبار نباشه. حالا هر بیلی تو برو بزن، برو از روزی 1000 ساعت بشین با رضا پهلوی وارث تاج‌وتر گفته و کن، تموم شد. تموم شد. تو مهر آدم بی اعتبار، بی شخصیت، بی کلاس، بی ادب، واقعا تنلش تو پیشونی تو خورد، تموم شد. اعتبار کلام یک انسان وقتی از بین بره، میشه علی شیری، میشه خمینی کثافت، میشه آخوندهای بی‌ناموس. اوکی. اما داریوش اقبالی، داریوش اقبالی یک هنرمند بزرگ، یک صدای خاص خودشو داره که طرفداران بیشماری داره، در اینم شکی نیست، همین الان هم داره. برای هنر ایران در حد خودش، در کار خودش زحمت کشیده، خاک صحنه خورده، اشعاری رو خونده، آهنگایی رو، کارهایی رو خودش به جا گذاشته، بیشک در تاریخ موسیقی ایران ماندگار میشه، سالیان سال زمزمه دهان مردم خواهد بود. و به هر حال یک عده‌ای رو دوست، این آقا رو دوست داره که بنده خوشبختانه یا بدبختانه یا هر طور شما بخواید دیکتاشو بنویسین، جزو طرفداران ایشون نبودم، نیستم و نخواهم بود. هیچ وقتم گولشو نخوردم و هیچ وقت من اصلا نفهمیدم این چی میخواد بگه، نه در بچگی فهمیدم، نه در نوجوانی، نه در جوانی و نه در این سن میانسالی نفهمیدم. واقعا مجاهد نمیدونم، کمونیست نمیدونم، توده‌ای نمیدونم، مصدقی نمیدونم، بعضی موقع قش میکنه به سمت مشروطیت، نمیدونم. من نمیدونم این چه دردی داره، ولی یه چیزایی رو ازش میدونم که اون چیزایی رو که ازش میدونم باعث میشه که فاصله فکری من با او بیشتر بشه. من هیچ وقت نمیام با کاری به کار شهرام شپره داشته باشم. شهرام شپره هنرمندی است که بسیارم هنرمند در کار خودش و بی بدیل و تکرارم نخواهد شد، که هیچ وقت پاشو رو سیم سیاست نذاشت. روزای اولام که بود امریکا دلش تنگ شده بود و پرچم شیر و خورشید گذاشت و با موتور 4 سیلندرش دوری زد و دید این کار نیست، ترس داره بیا تو این کار، حقش هم هست، همه نباید بشن سیاسی. کشید کنم، منم کاری به کارش ندارم. اما اگه شهرام شهپره میومد مثلا میگفت برادر جان نمیدونی چه دلتنگه، من گریبانشو میگرفتم. وقتی که میای و حرف سیاسی میزنی باید پاسخو بشنوی.
من نمیتونم بیام اینجا بگم تروریست مجاهد، توده های همیشه خواهن، مصدقه ایران برباده، خاک بر سر تو، خاک بر سر تو، فقط من خوبم، فقط شاه خوبه، فقط جاوید شاه، بعد هیچ کم حق نداره راجع به حرف بزنه. هر کی بگه بالای چشم من ابروه، با انگشت صمد آقا میزنم به چش و چالش، سو میکنم، زور میکنم، پدر پدر سوهاش در میرم. این حرف مزخرفیه. این تو اومدی ادعای سیاسی بودن میکنی، پس باید پاسخ بدی. من پاسخگوی اعمال خودم باید باشم. من 5 سال نشستم اینجا، مخ شما ملت رو خوردم. پس باید حداقل در 1 ماه 1 بار این تلفن باز بشه، شما بیاین روی این خط که منم بشینم یه حرفای شما رو گوش کنم، درد دل شما رو گوش کنم. برای همین میام تو تلگرام، من هیچ وقت پنهان نیستم. اینستاگرام گفتید اومدم، کلاب هاوس گفتید اومدم، تلگرام گفتید اومدم، پلتاک گفتید اومدم، فلان تلویزیون گفتید اومدم، فلان سایت گفتید، هر جا گفتید من اومدم بهتون گفتم اومدم لایف. از قبلم نگفتم اینو نپرسی یا اینو نگی، هر جا بگید مخلصتونم هستم. تشخیص بدم اونجا جاییه که من باید برم، آبروی ایران حفظ میشه، میام بدون تعارف. و طرف مقابلم آدم به هر حال آدم با شخصیتی باشه، در حد خودم باشه. حالا من آدم بی شخصیتی هم یا با شخصیتی هم، اون دیگه دیکتاشو شنونده و بیننده باید بنویسه. اوکی؟ بنابراین داریوش اقبالی یک ادعایی کرده، ادعا میکنه من یک هنرمند سیاسی هم، هممونم میدونیم. ما میخوایم ببینیم این هنرمند سیاسی که همچین ادعایی میکنه، رضا احمدی بدون تعارف اومده میگه خانم آقایون، من رضا احمدی، این دکور کاری منه، این نمایش منه، این تئاتر منه، هر کدوم از ما یک شو داریم برای شما برگزار میکنیم، منتها شو خنددار نیست، شو سیاسیه. شو نه به اون معنای تلویزیونی ها، یعنی سرگرمی براتون راه انداختیم، نه، این اصطلاح در لغت دارم عرض میکنم. مثل فوتبال، فوتبال هم یک شوه، ما رفتیم اونجا پول دادیم نشستیم، یک شو داریم نگاه میکنیم، یک شو ورزشی، یک نمایش ورزشی که اصطلاحش میگن مسابقات فوتبال. مثل کشتی، کشتی هم یک شوه، یک شو تک نفر است. اوکی؟ من اومدم به شما این ادعا رو کردم که من رضا احمدی طرفدار این جریان سیاسی هستم، گفتارم اینطوریه، کلامم اینه، تون صدام اینه، اینطوری حرف میزنم، من اینم. وقتی که من میام این ادعا رو میکنم، باید طرف مقابل از من پرسجو بکنه، باید بگه که من اینجا با تو اشکال دارم، اینجا باید موافقم، اینجا باید من مورد بحث و بررسی قرار بگم. من نمیتونم بیام حرفامو بزنم، ادعام بکنم، بگم سیاسی هم برم، مگر اینکه بیام مثل حمید پاانداز بیام اینجا بشینم راجب نون سنگک صحبت کنم، بگم سر کوچه‌مون یه دونه نونوایی براتون باز کردیم، کار بدی هم نکرده ها، دارم داستانو میگم، بربری میفروشه، تافتون میفروشه، لواش. خب من با این کار ندارم، آدم تن لش از نظر من، یه آدم بی مصرف تن لش که به درد هیچ چیزی این برای بشریت نمیخوره، این اصلا حق نداره ایرانی باشه از نظر من. ولی یه دی اصلا زنگ میزنم اصلا بهش میگن که درود به شرف بدنید فانداز دمت گرم. خب اون شعور اون در حد اینه. آره، مثل که شما لاله‌زار کافه بود، در همون لاله‌زار کافه سوسن بود، کافه آغاسی هم بود، کافه مثلا اقدس هم بود. خب من نمیرفتم کافه اقدس، میرفتم کافه سوسن. روانش هم شاد که سال روز در گذشتش. اوکی؟ بنابراین وقتی که داریوش اقبالی میاد میگه من سیاسی هم، بریم ببینیم این آدمی که ادعا میکنه میگه من سیاسی هم اصلا میفهمه داره چی میگه یا نه، واقعا سیاسیه، سواد داره، مردمو داره به کدوم سمت و سو میبره. چون هنرمند اثر میذاره تو جامعه. اول عرازم عرض کردم، ما هرچی از پرویز قلیشخانی و علی پروین و علی دایی و مهدوی کیا و کریم باقری و کریمی و ناصر حجازی و مظلومی و بهزادی و همین فوتبالیستا، ما هرچی از اینا بدمون بیاد یا خوشمون بیاد، اینا اثر گذاشتن تو اجتماع. اگه نمیذاشتن الان من اسامیشون رو نمیآوردم، چه هم نسل من باشن مثل پروین، مثل حسن نظری، مثل قاسم پور، مثل صادقی، چه هم نسل من نباشن مثل دوران قدیم حسن حبیبی و مهراب شاهرخی، ولی اثر گذاشتن تو جامعه، یا نسل بعدیش مثل همین علی دایی. اوکی؟ بنابراین ما باید ببینیم کسانی که میان این ادعا رو میکنن اینا کجای جامعه قرار گرفتن، و من بتونم با این کارم به شما هواداران ایشون و کسانی که احتمالاً در آینده هوادارش میخواییم بشین، یا کسانی که هنوز رو دو تا صندلی هستین که تکلیفتون با هنرمندتون، با کسی که مورد علاقتون یا قرار مورد علاقتون قرار بگیره، یا اساساً اصلا مورد علاقتون نیست و نمیدونید اصلا این تو صحنه چه کار است، تکلیفمو شما روشن کنم.
به این خاطر خواهش میکنم از جناب مهندس لطف و محبت بفرماین از شماره 1 تا شماره 4 رو برای ما نشون بدن. سپاس از شما. بچه زنگم بزن. زیاد خام نبودیم، آگاه بودیم، توی تظاهرات هم شرکت نکردیم، به خاطر اینکه خواننده بودیم میترسیدیم بریم توی جمع مین داستان تکراری اینجا رو دوست نداشتم، یعنی نگران بودیم که بریم در بین جمع و اینا، از بالا نظاره گر بودیم. خوب آدم بین تظاهر کنندگاه باشه، ولی تظاهر دوست ندارم بکنم. ولی چیزی که بود، من نمیشناختم خمینی رو. به خاطر خمینی من اعتراض نداشتم، به خاطر آمدن خمینی نخوندیم ما، به خاطر اینکه رژیم، میگم اول صحبتام گفتم انقلاب دزدیده شد، قرار بود دموکراسی باشه، قرار بود همدیگر رو دوست داشته باشیم، قرار بود زندان سیاسی، زندانی سیاسی نداشته باشیم، قرار بود. به خاطر خمینی من اعتراض نداشتم، به خاطر آمدن خمینی نخوندیم ما، به خاطر اینکه رژیم، میگم اول صحبتام گفتم انقلاب دزدیده شد، قرار بود دموکراسی باشه، قرار بود همدیگر رو دوست داشته باشیم، قرار بود زندان سیاسی، زندانی سیاسی نداشته باشیم، قرار بود مهر ورزی. می خود آدم دایوش نمیشه. میدونم تاریخچه‌شو، میدونم، رفتم مطالعه کردم، اینه که الان سر تعظیم فرود میارم بهش. درود برتا، درود برتا. آفر، می خود آدم دایوش نمیشه. میدونم تاریخچه‌شو، میدونم، رفتم مطالعه کردم، اینه که الان سر تعظیم فرود میارم بهش. درود برتا، درود برتا. ولی برای عزیزان کرد، غیوران کرد و شهدای کرد، ببینید طبیعتاً آینده مال کرد هاست، اون استقامت، اون شهامت، اون دوراندیشیشون و اون مبارزهشون در واقع بالاخره روزی ثمر خواهد داد و کرد ها به اون جایگاه دلخواهشون خواهند رسید و کماکان در تاریخ قوم کرد همیشه مبارزه کردن برای استقلال خودشون و امیدوارم روزی آزادی و روزی صلح و آرامش در سرزمین های کرد برپا بشه. سپاس از شما جناب مهندس عایشه گرامی. خب خود ایشون میگه که من خمینی رو نمیشناختم، نمیتونستیم بریم تو تظاهرات، من نمیخوام تظاهر بکنم، یعنی با لغت بازی کردن، نمیخوام تظاهر بکنم ولی باید در تظاهرات باشیم. و خیلی راحت بگم پرت و پلا داره میگه، خودش هم قاطی کرده لغت ها رو. چرا؟ هممون میدونیم بی سواد. آقا جون الکی به نمیگن 12 سال باید بری دیپلم بگیری بعد بری دانشگاه، تو نمیتونی با 4-5 کلاس بیای ادعای سیاسی بکنی، نمیشه. مملکت رو نابود میکنید، میای خارج از کشور، میری تو نیویورک، زنجیر میگیرید رو سن، آهنگ فرهاد رو میخونی، از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده میبرن کوچه به کوچه. بالاخره در زمان شاه مرده میبردن کوچه به کوچه، یا بالاخره در زمان خمینی؟ تکلیف شما با مردم چیه؟
و بعد میری کردستان به خاطر که اونجا در موسل در کردستان برات کنسرت میذارن، میگی که مردم کرد بالاخره به آزادیشون میرسن. شما نمیتونی اونجا بری بگی کردستان، اونجا بری زنجیر بزنی به خاطر که مجاهدین میان، اونجا بری بگی که شرمت باده دستی که به خاطری که چبو بکشی طرف خودت. نمیشه. یه جایی بالاخره یه نسلی مثل نسل من که تو رو میشناسه، از به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، تا امروز که میای میگه آخرین سنگر سکوته، یه جا گریبانتو میگیریم، یه جا ماسخورتو میگیریم، یه جا بهت میگیم تو مجاهدی پس زنجیرتو بزن، کمونیستی پس حقته، پس باید بگی که به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سروده مردم باریکن، پس چپی، پس چرا زنجیر میزنی، پس چرا بعد میای دم از ملیت میزنی؟ بعد خودت نشستی پیش همین شخصی که داشتی باش مصاحبه میکردی که سانسور کردید، یعنی اگر کسی تونست ویدیوی کامل این رو برای من آورد من بهش یک جایزه میدم، که جمله اول تو که ازت سوال میکنه نظرت راجع به پرچم چیه، میگی من خیال میکردم پرچم شیر و خورشید متعلق به یک گروه خاصی بوده، یعنی مال سلطنت طلبا، اینجاش سانسور میشه بقیهش ادامه داره، ولی رفتم مطالعه کردم که پخش کردم براتون، این قبلش این جمله بوده، رفتم مطالعه کردم دیدم پرچم اینه. تو اومدی تازه توی لس آنجلس، این فیلمی که الان بهتون نشون دادم تو لس آنجلس بود که شومینه پوششون بود، تو لس آنجلس تازه فهمیدی که تاریخچه پرچم شیر و خورشید چیه، در حالی که ما در کلاس سوم دبستان تاریخچه پرچم شیر و خورشید رو خوندیم، سوم دبستان. بعد تویی که نمیدونستی تاریخچه پرچم شیر و خورشیدو، چطور در ایران میگی شقایق اینجا من خیلی غریبم، آخه اینجا کسی عاشق نمیشه، برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، وارث درد پدر بودن. وارث درد کدوم پدر؟ پدر شما مگه چش بوده؟ مالک بوده. ما نباید تاوان اینو بدیم که شما فرزند طلاقی، ما نباید تاوان اختلافات خانوادگی شما رو بدیم. شما یک اجتماع رو در ایران به خاطر اینکه طرفدارت بودن، دوستت داشتن، معتاد کردی که چشماشون مثل تو خمار کنن، و شماها مسئولیت رو به عهده نگرفتی. نمیشه، نمیتونی به دروغ بیای بگی ساواک منو مجبور کرد بیام بگم تو بزرگ، تو رسول گل و نوری. ساواک تو رو مسئول چیز نکرد، چون سندی نیست. آدم حرف باید با سند بزنه که حالا نشون میدی. بعد شما میگی ما انقلاب کردیم برای آزادی و برای که مهر و محبت تو مملکت وجود، مگه در زمان شاهنشاه عامه مهر و محبت نبود؟ پس چی بود میومد میز پول میز شماها رو تو کابر میامی و مولان روژو این ورون ور میداد؟ مردم که عاشق هم دیگه بودن، یکی اگه زمین میخورد 100 نفر بلندش میکردن. بس دیگه با لغت بازی کردن. جناب مهندس 5 و 6 و 7 و لطف و محبت بفرمایید. 5 و 6 و 7 و دست گلتون درد نکنه. حکومت نیست به نظر من، حکومت ها یک دوره مصرف، تاریخ مصرف دارن در تاریخ سرزمین ما. این اومده قلدر بوده اونو زده رفته، اون یکی اومده اونو زده رفته. این تغییر و تحولات دلایل فرهنگی داره، ماها خودمون اینا رو میاریم بالا، خودمون میذاریم رو سرمون، خودمون نمیتونیم بیاریم پایین، خودمون میشینیم رنجش رو میکشیم، خودمون میشینیم انتقاد میکنیم. پس بیاییم ببینیم مشکل اصلی کجاست. الان میگم حکومت بره، خب بره کی بیاد؟ فردا باز همین وعده دوره دیگه. ما باید تکلیفمون اول معلوم کنیم چی میخواییم، چی کار باید بکنیم. جایگزین کردن، خراب کردن راحته، درست کردن ما باید از پای خودمون رو درست کنیم به نظر من. تاج و تخت شاه دیروز در قلعهشون نمیشه، به خیالشون که این تاج، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت. تاج و تخت شاه دیروز در قلعهشون نمیشه،
به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت. روزی که آمدم داخل زندان شدم یه بلنگویی بود اون بالا بلنگویی بود پخش میشد بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو جنگل همه این آهنگا پخش میشد. بعد روز سوم قطع شد و من خود خواننده‌شو گرفتم بابا اینجا دیگه پخش نکنید اینو. بعد شبا دلم میخواست بخونم بالشو میکردم تو دهنم میکردم تو بالش تو گلوم میخوندم. پشت سر جهنم روبرو قتلگاه آدمه. از اون طرف میگفتن یک آقای مصاحبه میکرد با داریوش عزیز که اون در واقع میگفت شما 6 ماه زندان بودید. داریوش آخه یک کسی که 6 ماه زندان بوده در ایران آدمی مثل داریوش شناخته شده، حالا علت توی کوچیک من میگم آقای بهنژاد بیشتر میدونه این موضوع، میره زندان یکی هست کنارش که زندانی باید بگه کدوم زندان کدوم بند کجا. اگر بگه انفرادی 6 ماه بودم آخه 6 ماه انفرادی رو هیچ کس رو نگه نمیدارن مگر اینکه خیلی خطرناک باشه و حرفاشو مثلا لو نداده گروه فرام. داریوش تفلک آوازخوان خوبی بود بسیارم دوست داشتنی و اینو دلیلی نداشت 6 ماه در انفرادی. اگر عمومی بوده با کی بوده یه همسنولش همبندش، برای این علتش چیز دیگری بود. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. تا یادم نرفته این اسفندیار منفردزاده رفیق خودشه، خدا رو شکر رفیقش داره میگه، حرفش هم خورد، گفت واسه چیز دیگه زندان شده. چرا نمیگی اسفندیار منفردزاده؟ چرا نمیگی برای چی؟ حالا من میام میگم به مردم. بعد شما میرید روی سن میگی اون که بس اون تا اون شاه که به صد مهره نمیباخت، بعد عکس یه آدمی رو که کلاه نظامی داره و صورتش اسکلته، یعنی شاه رو تبدیل میکنی به یک دراکولا، میگی اون که به صد مهره نمیباخت لشکر پیاده تاج رو تو خیابون از سرش برداشت. اعتقاد داری به این حرف که جدا ملت تاج رو از سر شاه برداشتن؟ اگر به این حقته ها داریوش اقبالی، اگر اعتقاد به این موضوع داری پس چرا میگی رضا پهلوی رو به عنوان وکیل خودم قبول دارم، شاهزاده رضا پهلوی وکیل منه؟ چرا؟ این مرد پسر اون شاهیه که لشکر پیاده تاج رو سرش برداشته. چرا میگی اینو میگی تو و فرامرز اصلانی که حالا اصلانی رو نشون میدم؟ چرا؟ به دلیل اینکه میارنتون تو بازی. کی میاره؟ اربابانتون. ارباب کیه؟ همونی که حامد کیسه کشو میاره. چرا تا موقعی که حامد کیسه کشو معصوم قمی و این اراذل اوباش نیامده بودن حرفی از اتحاد نمیزدید؟ داریوش اقبالی من تو رو بیش از 50 ساله میشناسم، از 6 و 8 بچه بودم تلویزیون سیاه‌سفید با کیوان ناصر اونیک نلی. تا هفته گذشته تو یک بار اسم پهلوی رو به دهنت نیوردی. حالا چی شد که رضا پهلوی شد وارث تاج و تخت، شد چیز تو، شد وکیل تو؟ ها تا کی تصور میکنید ما بیشعوری؟ تا چه تایمی؟ من تا چه زمانی میتونم تصور بکنم ملتی که نشسته حرفای منو گوش میکنه من میتونم گولشون بزنم که ازشون پول بگیرم بذارم تو جیبم؟ ها فرض کن این پولی که دارم میدم من میذارم تو جیبم دیگه، تا کی میتونم من این فکر رو بکنم؟ یه روزی این ملت میفهمه. بعد اون روزی که بفهمه تمام این پولایی که به من دادن، تمام اون پولا صد برابر بدتر از اون خراب میشه رو سرم. مگه نمیرید میگید میگی پول داره واسه خودش جمع میکنه؟ پس همه چی به گوش همه میرسه، پس حرفای تو هم در گوشیت به ما میرسه با واراجون رفیق جونجونی، جنتی عطایی و بابک بیاد و شهریار قنبری که آقا خجالت میکشه بعدش میاد بهش میگن شهریار، و رفیق جونجونی بهروز بهنژاد که اون افتضاح رو در سینما به اسم فریاد زیراب به بار آوردید که وقتی سوار موتور میشی
ادای بهروز وثوقی رو تو رضا موتوری در بیاری که بلدم نیستی، سوار از این موتورهای 110 پرشی میشی و بعد دم خونه که میرسی موتورت میشه موتور 80، از این موتور معمولی ها میشه. یعنی اون سیروس الدنگ که به خودش میگه الوند، اون تنلش توده‌ای، اون بیشعور چقدر باید ملت رو بیشعور حساب بکنه که اشتباه به این بزرگی تکنیکی رو نفهمه و اون فیلم تبدیل بشه به فیلم سیاسی. خاک بر سر اون نسل، خاک بر سر اون نسل که دم سینما کاپری بره صف بکشه بگه فیلم فریاد زیرا فیلم سیاسیه، که تو شب بری یه کسی رو که داره جا اندازی یه زنی رو میکنه تو هتل بکشی که اسناد اون زنه رو که یعنی چکاشو برداری بیاری، بعد این بشه فیلم سیاسی مثل گوه زنها، که یه تنلشی به اسم فرامرز غریبیان عربده بکشه، بعد یه شیشت کلانتری بخوام بیان یه تنلشو بازداشت کنن. خاک بر سر، یعنی خاک بر سر کرد شهربانی ایران رو مسعود کیمیایی. و اگر رئیس شهربانی و اگر ساواک اعتراض میکرد که آقا برای گرفتن یک دوز ما 100 تا پاسبون و یه مامور آگاهی و 5 تا افسر نمیفرستیم اونجا، آقا دیدید سانسور هست؟ برای گرفتن یک دزد، یک چریک دزد، یک کسی که بانک زده، باید تمام اون خیابون پر پاسبون بشه؟ بعد بهروز و وثوقی دیالوگش بشه که میا یا بیام؟ تا کی همه شماها ما رو احمق حساب کردین؟ چه تایمی برای خریت و احمقی که بیاد جمعه ها رو برای ما بخونه، که بیاد بگه کجاست مادر، کجاست گهواره من، همون گهواره ای که خاطرم نیست، همون امنیت صمیمی و نمیدونم سازونم چه، کجاست مادر، کجاست گهواره من، از چند جبهه داشتید ضربه میزدید و حالا بیای بگی لشکر پیاده تاجو از سر اون شاه برداشت. نه، لشکر پیاده بر نداشت، جیمی کارتر برداشت، هلموت شمید برداشت، ژیسکاردستان برداشت، جیمز کالاهان برداشت، چپ جهان برداشت، کمونیستا برداشتن، گلوبالیستا برداشتن، دنیا اون تاج رو از سر شاه برداشت، نه اون ملت. اون ملت اگر ارزه داشت اون تاج رو از سر شاه برداره، بیشک خیلی بیش از اینها میتونست عمامه رو از سر خمینی برداره. چطور امروز ملت نمیتونه عمامه علی شیره‌ای رو دست بزنه؟ ولی تاج رو از سر اون شاهی که پنجمین ارتش غیر اتمی جهان رو داشت برداشت، با داشتن اون ساواک قوی و اون شهربانی قوی و اون ژاندارمری شریف و قوی. پس دروغ میگفتید، هدف ضربه زدن بود، هدف این بود که کشور رو نابود کنید، جز این هیچ دیکته دیگه نمیتونیم بنویسیم. دروغ میگم، اتهام میزنم، جرأت داشته باشید، بیایید از خودتون دفاع کنید، بیایید از کارنامه های هنریتون دفاع کنید، بیایید در حضور ملت جرأت داشته باشید، نه که برید فیسبوکتون رو ببندید، نه برید قسمتی رو که مردم میتونن بیان نظر بذارن برید ببندید از ترستون. بیایید جرأت داشته باشین، بیایید تو مردم، اقلا پیش زن و بچه‌تون سربلند باشید، پیش پسرت، پیش دخترت سربلند باش، که ببین من حرفایی که زدم رو حرفم ایستادم، مردم فوش میدم ولی میرم جواب میدم. که متاسفانه در اون جمع که میای میگی لشکر پیاده تاج از سرش برداشت، که ترانهش شعرش از داخل کشور توسط اطلاعاتی ها به تو داده میشه، که ما خواننده‌ش، که ما شاعرش رو میشناسیم، یک نفر در اون جمع، یک انسان شرافتمند از اون همه بیشرفی که اونجا نشسته بود بلند نکرد، جرأت نکرد بلند شه و فریاد بزنه جاوید شاه. پس ما خائنیم، ما هممون خائنیم، چون خائنیم خائن تولید میکنیم، چون من خائنم هنرمند من خائن میشه، من خائنم که ورزشکار من خائن میشه، من خائنم که معلم و استاد و کارگر و کشاورز و کارمند و نظامی و غیر نظامی خائن میشه، من آدم، من مردم خائنم. ما خائنیم، ما خائنیم که سر نادر رو توی چادر میبریم، ما خائنیم که میریم به یه مش بیشرف میگیم درود به شرفت، خائنیم، هم خائنیم هم بیشرفیم، شماها مقصر نیستید. من خائنم که میام تو میامی یه بوت ویسکی 100 تومانی رو میخرم پول 500 تومان میدم که تو بیشتر مغز منو بشوری.
من خائنم که پول بلیط میدم وای میسم تو صف برم ببینم قیصر 8 تا چاقو زده به برادر آب منگول یا 9 تا. من خائنم. پرده آخر نمایش، جناب مهندس آخری رام لود کنی شماره 8 و دست گلتون درد نکنه، ما خائنیم. من هیچ قضاوتی نمی کنم، ولی برنامه که اعلام می کنم پلیس میگه همه بیاین بیرون، همچین اتفاقی در لندن نیفتاد. نمی دونم، به جایی که می دونم لندن می بایستی خیلی امن‌تر باشه. برای پلیس اینجا بسیار متاسفم، برای کسانی که مسئولیت داشتن و مسئولیتشون رو درست انجام ندادن و مردم نازنین ما رو نیمه کار رها کردن بسیار متاسفم. ولی گیرم که شما می برید، گیرم که می زنید، گیرم که می کشید، با رویش جوانه چی می کنید؟ اصل عجیبی است و این نشان دهنده ضعف، نشان دهنده هر کسی این کارو کرد که مردم نازنین ما رو از سالن مجبورشون کردن که برام بینیم. بسیار براشون متاسفم. برنامه تعطیل شد ولی اثر خوبی نذاشت برای مسئولیت از کسایی که مسئول بودن در این. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. داریوش اقبالی، پای مردم رو هیچ وقت وسط نکش، نرو انقدر پشت مردم قایم شو مثل بعضیایی که پشت زیر کت اعلیحضرت قایم میشن. تو دلت برای مردم نازنین نسوخته، تو ناراحت بودی کنسرتت به هم خورد. میدونی چرا به هم خورد؟ به دلیل اینکه اون شب در کنسرت اومدن پخش کردن مردم فریاد زدن جاوید شاه و رفقای چماغکشت کنسرت رو به هم زدن و پلیس از ترس اینکه کار به چاقو کشی نکشه کنسرت رو تعطیل کرد. دیدی گفتم شفاف نیستی؟ پس دم از دموکراسی و آزادی و شفافیت و این چیزا. آقای مهندس لطف کنید عکسارم بذارید رو صفحه. ممنونتم از شماره 9 تا شماره 16 دست گل درد نکنه. حالا بریم عکسارم نگاه کنیم. زیر کت مردم قایم نشید، بس دیگه. ملت داره دو صد لاشخال غذا میخوره، خدا رو خوش نمیاد. بعد بچه تو در خارج از کشور بره بهترین دانشگاه. من ناراحت نیستم، امیدوارم همه بچه هاتون حداقل باسواد بشن مثل شماها نشن، ولی اگر قرار تحصیل بشه همه باید تحصیل کنن، نه فقط بچه ای تو. این به دور از وجدانه. اگر وجدانی ما داشته باشیم، اگر داشته باشیم، وجدانمون فقط تو شعر و ترانه هامون نباشه، وجدانمون تو وجودمون باشه، تو شرفمون باشه. بریم عکس‌ها رو با هم نگاه کنیم. آدم هر کاری میکنه باید اول وجدانش رو در نظر بگیره. دست گل درد نکنه. داریوش زندانی شد. من براتون اینو میخونم. داریوش اقبالی دیروز بازداشت شد تا 6 ماه محکومیت خود را در زندان به سر برد. پریشب مامورین کلانتری 3 تهران در حالی که حکم توقیف داریوش را در دست داشتن او را هنگام اجرای برنامه در کاباره دستگیر کردند. به این میگن کشور قانونمند. داریوش در اردیبهشت ماه 3 سال قبل با جوانی به نام علوی تصادف کرد و در این حادثه علوی یکی از چشمان خود را از دست داد. داریوش به علت تصادف منجر به نقص عضو رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب، یعنی گواهینامه نداشت، یکی رم زد کور کرد، تحت تعقیب قرار گرفت و در دادگاه جنه به 6 ماه حبس محکوم شد. پرونده داریوش به دیوان عالی کشور رفت و رأی صادره از دادگاه جنه یا جنه نمیدونم یعنی چی، یعنی جنایی مورد تایید قرار گرفت و جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه 1 فرستاده شد. حالا گوش کنید. ماموران کلانتری 3 با در دست داشتن حکم جلب پریشب او را دستگیر کردند. بنا بر حکم دادگاه داریوش تحویل زندان شد.
داروش یعنی قانونا قانونن تو میخوای اسم داروش باشه اسم هر کی میخواد باشه. داروش از طرف دادیار شعبه 5 دادسرای تهران نیز تحت تعقیب است، زیرا شرکت صفه پرکنی آپولون که شرکت معروفی بود صفه میداد بیرون به علت انجام معامله معارض شکایت کرده است. جناب مهندس بعدی رو لطف کنید. شرکت چیز صفه سازی ازش شکایت میکنه، اون یارو که زده کورش کرده ازش شکایت میکنه، آقا زندانی میشه، بعد میگه من سیاسی بودم. بریم بعدی رو. خب خدا رو شکر این اسناد و مدارک هست. داریوش دستگیر شد. چندی پیش شکایتی از طرف عده‌ای از اهالی خیابان زاهدی واقع در نیاوران تسلیم مامورین انتظامی شد، مبنی بر این که مدتی خانه شماره 9 واقع در کوچه لیلا به وسیله چند جوان مجرد اجاره شده و مورد استفاده عده‌ای قاچاقچی و معتاد به مواد مخدر قرار گرفته. ماموران مدتی خانه مورد بحث را تحت مراقبت قرار دادن و مسلم گردید عده‌ای معتاد به مواد مخدر به این خانه رفت آمد می‌کنند. از این رو ساعت 4 بعد از ظهر روز ششم شهریور ماه با تشریفات قانونی منزل مزبور بررسی یعنی همتونی نریختن تو خونه مردم، نه باید حکم دادستان رو داشته باشید، دادسترار رو داشته باشید. با تشریفات قانونی منزل مزبور بازرسی کردید و مشاهده شد که عده‌ای جوان به کشیدن تریاک و حشیش مشغول می باشند. این افراد که بین آنها داروش خواننده نیز به چشم می‌خورد دستگیر شدند و در بازرسی از این خانه مقدار 46 سانت هروئین و 175 گرم تریاک و 25 گرم حشیش و دو وافور و کاغذهای آغشته به گرد هروئین کشف شد. در تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص کردید که خانه مورد بحث به وسیله داروش اقبالی خواننده و یکی از دوستانش که معتاد میباشن اجازه اجاره و بساط استعمال مواد مخدر در آن گسترده شده است. خب آقا دروغ ساواک به این تهمت زده، به شرافت بشری سوگند. اگر ثابت میکردید ساواک به تهمت زده، اعلیحضرت بلایی به سر رئیس ساواک میآورد که رب و روبش یاد کنه. جناب مهندس بعدی رو لطف مواد بفرمایید. بهروز وثوقی‌تون هنوز شاهده که هر فیلمی رو بازی کرد رفت توضیح داد و دربار پشتش ایستاد و گفت بذارین فیلمش پخش بشه. ماجرای زنی که به روی دارویش اسید پاشید، برید خودتون تحقیق کنید این زن که اگه اشتباه نکنه اسمش مریم بود سو صورت این اسید پاشید به چه دلیلی این کاری کرد. همه اسناد و مدارکش موجوده. بعد میگفتن ساواک اسید داده به دست این زنه ریخته تو صورت دارویش. اگر هم اشتباه نکنم تو کابار جزیره بود تو پارک خرم. جناب مهندس عکس بعدی رو لطف کنید. یه روزی روزگاری خورشید از پشت ابر میاد بیرون آقا جون. اینطوری نیست. ایرج جنتی عطایی قیافه رو نگاه کن. اون وسط بابک بیاد که مثل که نه مثل که آره به درک واصل شده، اونم داروش اقبالی. بفرمایید. این ستن بلایی به سر موسیقی ایران آوردن که هنوز که هنوزه ازشون به عنوان بزرگان موسیقی نام میبره. به حال اون موسیقی باید گریست. جناب مهندس بعدی رم لطف محبت بفرمی یعنی 13 همو لطف کنی. بله خانم آقایون پشت صحنه رو نگاه کنید. اون مسجد امام رضا حضرت معصومه است، رقیه است، نمیدونم برها نماد اسلامه، من نمیدونم کدوم طویله ای اون. واروژان سمت راست ارمنی، داروش اقبالی وسط، قنبری میگه من چپم سمت چپ. شماها اونجا نشستین اون عکسه چی پشت سرتون؟ نرمال باید پشت سر شما لنین، مارکس، انگلز، مارکسیم گروکی و اینا باشن. اون عکس مسجد اون پشت کار میکنه. ببینید یه اون چطوری با شعورتون بازی شده. تصور کنید استالین میخواد عکس بگیره پشتش کلیسای ارتدوکس مسکو باشه. تصور کنید روزولت میخواد عکس بگیره پشتش مثلا مسجد حضرت ابوالفضل تو واشنگتن باشه. تصور بکنید برژنف میخواد عکس بگیره پشتش مثلا مسجد یا امام حسین باشه. خب بعد ملت اون کشور چه بلایی سر برژنف و روزولت و استالین میاره؟ مارگارت تاچر واسه عکس بگیره بعد پشتش کلیسای کاتولیک ایتالیا باشه، تازه کلیسا. دست درد نکنه، راست میگه آقای سیاوش. وقتی که خسرو گل سرخیتون میگه من از حسین به مارکس رسیدم، پس خاک بر سر اون نسل که شما بوتش بودید. تنها جمله‌ای که در سینمای ایران یکی از دهانش درست در اومد سعید کنگرانی، اونم یه تنه لش بود، که به گوگوش در امتداد شب گفت که خاک بر سر اون نسلی که تو بوتشی.
و حرفش رو باید با طلا نوشت. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. چاردر بسه دیگه، یه جا کار باید بگیم دستخواهش بسه. داریوش و ترک اعتیاد. این هفته داریوش خواننده‌ای که فعالیت خود را در یکی از کابره‌ها از سر گرفته بود، در یکی از بیمارستان ها بستری شد تا اعتیاد خود را ترک کند. گویا این برای چندمین بار است که داریوش برای ترک اعتیاد بستری می شود و گویا این بار یک عشق تازه باعث شده تا او چنین تصمیمی بگیرد. و در این روزها هر کس می خواهد با داریوش تماس بگیرد به او می گفتند که داریوش به سفر رفته است، در حالی که واقعیت این است که دکتر معالجه او اجازه نداده است از داریوش با هیچ کس ملاقات بکند. می رفت ترک می کرد، تا می اومد بیرون می رفت می شد پای منقل. اینو من نمیگم، خودش میگه با همین مصاحبه‌ای که براتون راجع پرچم پخش کردم، کلش پیش منه. اگه دروغ میگم بیای تا براتون پخش کنم. جناب مهندس بعدی رم لطفاً باید بفهمید. 15 امیر یه جا باید بگیم بسه دیگه. اسم داریوش، اسم بهروز وسوق، اسم خداس، اسم پیغمبر، بسه. نسل‌های آینده من دارم جلوم برای نسل آینده پاره میکنم که اونا مثل ما نشن. بفرمایید چهره خواننده سیاسی دهه 50. من فرض کنید همون موقع من 20 سالم بوده، من از این چی یاد بگیرم؟ عاشقش هم هستم، از این چی یاد بگیرم؟ چند صد هزار جوان ایرانی به اعتیاد کشیده شد، بعد گفتن اشرف پهلوی هروئین تو ایران وارد می‌کرد. اشرف پهلوی در سن 50 سالگی 200 واسه تنیس بازی می‌کرد و هروئین وارد می‌کرد. بالای 20 تا استادیوم ورزشی فقط برای زنان در ایران زد. زنده یاد والا از شاهدوغ اشرف پهلوی، روانت شاد بانوی شریف. جناب مهندس یکی دیگه مونده، 16 امیرم لطف محبت بفرمه. آقای داریوش اقبالی، شما با بیل کلینتون چه کار داری اونجا؟ چرا با رونالد ریگان عکس نگرفتی؟ و اون پسره که بغل دست وایساده اون کیه؟ به مردم توضیح بده اون کیه بغل دسته. که آخرین عکسی که من از اون دیدم، عکسش هم دارم، بغل دست جو بایدنه. دست درد کار جناب مهندس. به صرف این که در ایران یه زنی عاشقت بوده یا تو عاشقش بودی یا با هم خوابیدین، زن شوهر داشته، اسید پاشیده تو صورتت به جرم تریاک، به جرم هروئین، به هر جرم معمولی که باید دستگیر میشدی دستگیرت کردن، عقده مونده رو دلت، تو حق نداری به خارج از کشور هنوز همون راه رو ادامه بدی. بعد نمیتونی یک فضایی رو درست بکنی توسط پروپاگاندایی که داری که هیچکس راجع به تو صحبت نکنه. من صحبت میکنم پاشم وای میسم تا زندانم میرم، تا پای اعدامم میرم. چرا؟ چون من میهن پرستم، من کشورمو نفروختم. من از ایران با پای خودم بیرون نیومدم، من از ایران فرار کردم. عامل فرارش هم گوزنها شد، عامل فرارش برادر جان نمیدونی چه دلتنگم شد، عامل فرارش دیگه این قوزه که پایاری رفتن نداره شد، عامل فرارش فرهاد شد، عامل فرار شماها شدی، عامل فرار من شماها شدی. من تو کشورم میخواستم بشم فوتبالیست، میخواستم بشم خواننده، میخواستم بشم راننده، من میخواستم یه چیزی بشم تو مملکت. چرا باز شدید من فرار کنم؟ من از حقم نمیگذرم، من تا ابد شماها رو نمیبخشم و نسل جوانو آگاه میکنم. جناب مهندس بریم تو شماره 17. سلطان قلب ها. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این فیلم زیاده ها، من فقط یه مقدارشو پخش کردم. آقای عارف شما خجالت نمیکشی؟ در جام ملت‌های آسیا در قطر پا میشی میری میشینی بغل دست مامورین جمهوری اسلامی، شما چی کاره بودی که اون کارتو میندازی رو گردنه؟
برای چی میری میشینی بغل مأمورین جمهوری اسلامی؟ بعد میای توضیح هم میدی پیش میرزا قاسمی؟ بیا پیش من توضیح بده. چرا خاطرات ما رو به لجن کشیدید؟ چرا اون همه ترانه هایی که تو ذهن ما گذاشتید به لجن کشیدید، رفتید برای مجاهدین خوندید، حالا میرید بغل جمهوری اسلامی؟ چرا تویی که بالاترین چیز هنری و نشان هنری از دستان مبارک خدایگان آریامهر بزرگ در بازی‌های آسیای تهران به خاطر خواندن اون ترانه به امید دیدار که صفش هست بالاترین نشان موسیقی رو گرفتید، چرا در طول 40 و اندی سال در خارج از کشور حتی یک بار حاضر نشدید با پسر اون پادشاه ملاقات کنید؟ چرا یک بار اسم پهلوی رو نیاوردید؟ بعد اواخر عمر تازه میاد دو تا عکس رضا شاه و محمد رضا شاه میذارید و میگی پدر و پسر و فلان، بعد خیال میکنید من مثل دیگرانم که میگم دیدی عارفم اومد طرف ما، مرده منم با شماها رفیق نخواهد شد. رفیق کسیه که در روز تنگ رفیق باشه. من وقتی حالم خوبه به چه دردم میخوره رفیق؟ حالم بده رفیق میخوام. خجالت بکش که بیفتی دنبال اینا که چی بشه؟ که به شماها اجازه دادم برید ایران؟ به فرضم که رفتید ایران، مگه جمهوری اسلامی چه گلی زد به سر اکبر گلپایگانی؟ چه گلی زد به سر نادر گلچی؟ چه گلی زد به سر سایر همکاران شما که چه گلی به سر شما بزنه؟ تازه فریدون فروغی که برای اونا خون در آخرین روزهای زندگیش که میدونستن دیگه هروئین تو دماغش هم داره میزنه بیرون، بهش اجازه دادن یه کنسرت برگزار کنه تو کیش، اونم با چک و لگد، آخرام آمپول هوا زد. جناب مهندس بریم تو عکس ها 18 تا 24. بس دیگه، بس بابا، بس. من بدم میاد یکی بخواد ملته آقای عارف، این شمایید، اونم خانم گوگوشه، اونجا هم ورزشگاه زنده یاد شعبان خان جعفریه، اینجا هم روز 9 آبانه. چطور ویسکی های شاه خوشمزه بود، جوجه کبابا دلار 7 تومنش خوشمزه بود، اما پسرش بدمزه است؟ جناب مهندس بعدی رو لطفاً محبت بفرمه. خانم گوگوش رو دیدی؟ حالا خانم گوگوش رو نگاه کنید، در خارج از کشور بغل دست اکبر گنجی، توی اون چادر شهره آقداشلو هم هست، عکسش هم هست. بله، کاباره های زمان شاه خوب بود، حالا که جمهوری اسلامی اومد سر کار اکبر گنجی خوب شد، اکبر پونس که پونس میچسمون رو پیشونی دخترای مردان. دست درد نکن جناب مهندس بعدی رو، لطف محبت بفرمایید. بله، و همین خانم گوگوش، حالا نگاه کنید، گوگوش گفت من روزه میگیرم، فعلا روزها عکس نمیگیرم. تلویزیون رنگی فرانسه برنامه جالب از گوگوش تهیه کرد، زمان شاهنشاه روزات هم میگرفتی. آره، بعد شب ویسکی تو میزدی تو فریاد، تو در امتداد شب تریاکت هم با پدر لیلا فروهر کشیدی، یعنی حداقل اینو نشون دادی، جهانگیر فروهر که عکس شاه رو گرفته بود دستش با جمشید با داوود رشیدی، میگفت من اینو میخوام. داوود رشیدی به مسخره میگه این کیه؟ میگه این پسر منو کشته. جهانگیر فروهر. جناب مهندس بعدی رو لطفاً موعظه بفرمایید. ولی ایرانیا جرئت نمیکنن بیان حرفا بهتون بزنن. چرا؟ چون میخوان برن میشن تو کنسرت دخترش. بعد علاوه تشمیر تو لس آنجلس، بعد همشون اشک میریزن. آقای ایرج قادری، بدین وسیله به اطلاع ملت شریف میرسانم نظر به اینکه در دوران 21 سال فعالیت سینمایی خود قبل از انقلاب اسلامی در ساختن تعدادی از فیلم‌هایی در رابطه با درگیری‌های شدید مالی حاکی از فیلمسازی شخصی و دربدری به مدت 14 سال و برخوردهای جنون‌آمیز در مقابل طلبکاران و در نتیجه گرفتار شدن در چنگ نزولخواران و فشار بیش از حد و بالاخره چارچوب‌های قراردادی بی‌معنی و سلیقه‌ها و خواست‌های تحمیلی، تهیه و دستگاه در جو حاکم یعنی شاه ناچار در مسیر غلط قرار گرفته بوده. یعنی ببخشید من اون فیلم ها رو بازی کردم، لذا اکنون با توبه به درگاه خداوند متعال برو. با بقیش رو نمیخوام، چندش همیشه ایرج قادری کن، گدایی میکردی بهتر از این متن بود که آخر بهت اجازه بدن فقط یه فیلم بازی کنی، دوتا فیلم هم کارگردانی کنی که دست درد نکنه. مهناز افشار رو چپوندی به ملت ایران، یه تنلش بی سواد آشغال رو که شوهرش جوانای بچهای مردم رو کور کرد. برید بابا همتون واقعا برید. جناب مهندس بعدی رو لطفاً وقت بفرمایید. تمام خاطرات رو پشکل زدی تو تمام خاطراتی که داشتیم، هیچ جای سالم و آشتی نذاشتی، تمام پولا رو شکستیم. خانم آقایون، این مال زمان شاه، بهشون میگفتن داس چکش ستاره،
اسفندیار منفردزاده شهریار قرنبری فرهاد. فقط قیافه ها رو نگاه کنین، همین داس و چکش و ستاره در خارج از کشور هر ستایشون گفتن که در زمان شاه اوضاع ما خیلی بهتر بود. منفردزاده گفت ممیزی بود ولی بیرحم نبودن، صداشو براتون پخش کردم. شهریار قنبری میگفت ما در اون زمان بهترین فستیوالا رو داشتیم، بهترین چیزو داشتیم، بهترین داشتیم. فرهاد هم در همین آلمان در برلین به همه ما گفت، صداش هم هست توی رادیو برلین، گفت آقای فرهاد شما همه چی حق داشتی بخونین، گفت من هر گوهی دلم میخواست میخوردم و خورد نوش جونش. جناب مهندس بعدی رو لطفاً باید بفرمایید. هدف فقط نابودی کشور بود، به شرافت بشری هیچ هدف دیگه ای نبود جز نابودی کشور. آقای مهندس میتونید لطف محبت بکنید اون پرچمی که روی سینه فرامرز اصلانی بیارید جلو؟ من از فرامرز اصلانی سوال میکنم که رفته با پوریا زراعتی گفته بود کرده، به خودش هم رب داره، با هر کی دوست داره بره با خامنه‌ای گفته بکنه. من ازت سوال میکنم به چه دلیلی پرچمی که اونجا گذاشتی برعکسه؟ چرا دقت نکردی؟ چرا اون پرچمی که گذاشتی قرمز سفید سبزه؟ پرچم کجاست؟ کردستان، لرستان، خوزستان، آلبانی، پرچم چیه اون؟ بعد نمیتونی بیای بعد بگی که من حواسم نبوده. اتفاقا تو که میگفتی من روزنامه نگارم خیلی باید به خیلی چیزا حواست باشه. آها، معصوم قومی تو رو میاری میشونونه بغل دست اعلیحضرت، وقتی که به هم میخوره میری میشینی بغل دست زراعتی. چرا؟ دست درد نکن جناب مهندس. چرا؟ چون ذاتتون اینه. تو همون هستی که اومدی رفتی لندن و به گفته ای رفتی توی کنفدراسیون دانشجویی، برگشتی ایران شدی خواننده. مگه نمیگفتی من روزنامه نگارم؟ و چی میخوندی؟ یه دیواره که پشتش هیچی نداره. تو که دیوار رو بوسیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرنده است، یه پرنده است که از پرواز خود خسته است. اینا رو چرا میخوندی؟ اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بیخبر و بقیه ماجرا، چرا اینا رو میخوندید؟ چرا؟ چه هدفی داشتید از این کارا؟ چرا به مردم توضیح نمیدید؟ چرا؟ که حالا بیاین تو لس آنجلس یکی واسه خودم یکی واسه جیبم بازی کنید. آقای مهندس 24 رو میرم لطف کنید. بله. پولای زمان شاه خوشمزه بود، خودش اخ بود، خودش بد بود. بله. و حالا بیاین با داروش اقبالی همون مزخرفات رو دو صدای بخونیم. علیرضا نوری‌زاده، نگاه سردبیر. بفرمایید خانم آقایون. برای امامش ببین چی نوشته. با شما حرکت کردیم، با شما نفس کشیدیم، با شما پیروز شدیم و اینک دردهامان را با شما در میان میگذاریم. چشم امید ما به شماست. آنچه این روزها در سرزمینمان رخ میدهد و صدای برو بابا همتون برید. دست درد نکنه جناب مهندس. دست درد نکنه. دیدید خانم آقایون؟ اون روزنامه نگارش، این خواننده‌اش، حالا مومنت. بعد از علی پروین توقع نداشته باشید که بیاد بگه که من حتما تو خواهش میکنم برای رای بدیم به آقای حاج آقا فلانی. علی پروین دو کلاس سواد داره، از این بدبخت توقع نداشته باشیم. بچه عارف قیاسیه، این بغل کنار زمین حد. این اتفاقا در زمان شام همین بود، آدم نمازخون و مؤمن بود، همین بود. سرش میزدی تهش میزدی شاه عبدالعظیم بود. علی پروین توقع نداشته باشین، از اینا که ادعای دموکراسی میکنن توقع داشته باشین که ما روزنامه نگاه. پروین همین بوده، پروین عوض نشده، پروین بچه مولا بوده. جناب مهندس بریم تو 25. خانم آقایون نگاه کنید خواننده سیاسیتون فرهاد. سپاس از شما. دیدید خانم آقایون، حالا نسل جوان اینا رو نمیشناسه. میدونید این کیه؟
این کسی بود که میگفت به فکر یک سقفم، یه سقف بیروزن، سقفی برای ما محکمتر از آهن. سیاسی میخون. جمعه ها خون جای بارون میچکه. شنبه روز بدی بود، روز بی‌حوصلگی، روز بدی که میشد غزلی تازه بگی. صبح یک شنبه من جدول نیمه تموم، همه خونه هاش سیاه، توی خونه جغدشون. عصر دوشنبه من رفتم نشستم سیگاری زدم، روز سه شنبه اومد همه سقاط دم کو. عصر چهارشنبه ما عصر بدبختی ما، یعنی بلیط بخت آزمایی. عصر پنج شنبه اومد حالم گرفته بود، جمعه ها میشستم دریاک میزدم. پدر شکاره بود، سرای ارتش بود، آبرو پدرم برد. مردی که نماز میخوند، عرق میخورد، هر پهنی هم بود میذاشتن جلوش، فقط میگفت یه چیزی بدید من عشق کنم. اینجا میدونی کجا بود؟ کوچینی بود، فقط هم خارجی میخوند، شهرام شاپره میدونه. یک مرتبه از این مرد که خواننده سیاسی ساختن، هروینیش کردن، میومد میشست تو تلویزیون ملی ایران با دمپایی لاانگشتی سیگار وینستونو، سیگار وینستونو امریکایی رو میزد روی سوراخ گیتارش، گیتارشو میگرفت سرشو مینداخت پایین، انگار طلب پدرشو میخواست از تلویزیون. بعد میگفت با صدای بی صدا زهر ما زخم نبود، تیر غیب و با کرونا، که همه ما رو بدبخت کرد. بعد صداش میرفت تو فیلم رضا موتوری، آقا رضا موتوری هم نشسته داره با موتورش میاد، بعد تصادف میکنه. کجا تصادف میکنه؟ وقتی کاروان عروسی داره میاد. بعد جنازه رو کجا میذارن؟ جنازه رو میذارن تو ماشین آشغالدونی. یعنی ببین مملکت چقدر هر تو هر بوده. تصادف شده، زدن یه نفر رو کشتن، جنازه رو مردم گردن کشتن آشغالدونی. نه کلانتری اومد، نه کسی اومد بنویسه پروتکلی، هیچی، نه آمبولانسی اومد، کشتن آشغالدونی. آره بعد آخر فیلم هم ماشین شهرداری میاد داره با آب میشوره، یعنی شاه ببین چقدر جنایت کرده، دارن با آب خون جوانانو میشوره. بعد جوان میره این فیلمو میبینه، بعد میاد روبروی از سینما کاپری میاد بیرون، میره روبروی در بزرگ دانشگاه تهران، اونجا چی هست؟ صفحه فروشی بود که بعد شد کتاب فروشی، یعنی کتاب فروشی هم بود. بعد صفحه فروشی ورداشته بالای پنجره رو سوراخ کرده، میکروفون رو گذاشته. من اینا رو دیدم، بهتون میگم، علکی نمیگم، من اینا رو دیدم. میکروفون گذاشته، صدای کی داره میاد؟ دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره. ببین یارو چه حال دیگه بهش دست میده. اونجا رفته یارو بهش گفته که با صدای بی صدا مم مم. بعد اینجا اومده اینی کرد دو مخش. بعد ما میخوایم تو مملکت شورش نشه، بعد اون روزنامه نگارش میشه نوریزاده که میگه الهی فدات بشم بیا به درد دل ما برس. خمینی بیاد به درد دل نوریزاده برسه که سر از لندن در بیاره، بعد بگه کریمی عزیز من تو بی بی سی، خیلی عزیز منه تو بی بی سی. اسد همرزم عزیز ما از آلمان 25 دلار، سپاس از شما اسد عزیز، امیدوارم مشکلم حل شده باشه. رعنای عزیز، رعنای نوجوان از ترکیه با هزاران جاویچا 100 دلار، سپاس از رعنای عزیز. سرکار بانو منیر و آقا خسرو گل از تورنتو همرزمان عزیز ما 100 دلار، سپاس از هر دو بزرگواران. سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم 60 دلار، دست و گلتون درد نکنه. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین، درود به شرف نیروی دریایی شاهنشاهی ایران، 50 دلار. ایشون حالا یا درجه داره یا افسر یا سرهنگ، به هر حال ایشون عضو نیروی دریایی بوده. برید خونه زندگی همین کسی که همین انسانی که الان میگه زیر دریای شاهنشاهی دلفین، برید ببینید کسانی که تو مملکت زحمت کشن. البته تو خارج از کشور با اگه وضعش خوب بود الان نمیگه 50 دلار، میگه 5000 دلار. راسه بعد خواننده 4 کلاس سواد خونش 7 8 میلیون باشه، خدا بیشترتون بده. روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو با هزاران جابیچا 100 دلار، دست درد نکن روبرت، درود به شرفت. بانو ماندانای عزیز ما هم 100 دلار، دست گلت درد نکنه. جناب مهندس یه نفس تازه کنم مومنت. همه اینا رو دیدید؟ خواننده رو دیدید، فراد رو دیدید، همه رو دیدید، همه اینا رو دیدید. آره حالا من میخوام به شما بگم اینا همشون حق داشتن. ای بله، چرا؟ الان میگم. چون تو مملکت یه آقایی داشت به ما حکومت میکرد، اسمش محمد رضا شاه پهلوی بود، مستبد بود.
میگفت نخونید، فیلم بازی نکنید، فوتبال بازی نکنید، هروئین بکشید، زندانیشون کنید، شکنجهشون بدید، تخم مرغ بهشون فشار بدید، کتکشون بزنید، من و زنم و بچم تو کاخ کباب بخوریم، حال بکنیم، عش بکنیم، طلا جواهر خانومم شهبانو فرح تو طلا جواهر حتم داره غلط میخوره، خودم اصلا صبح بلند میشم یه بوت ویسکی میزنم، نزدیکای زور دو بوت ویسکی میزنم، تم غروب هشت بوت شراب میزنم، کم بیارم خون شما ها رو میخورم، پسرم هواپیما سوار میشه، قطار سوار میشه، جزیره کیش رو کردیم قمارخونه داریم حال میکنیم، شمال مال ماست، ایران مال ماست، جنگلا مال ماست، اونجا گفتیم نرین شکار کنی، شکار ممنوع، مال ماست، ایران مال ماست، گور پدرتون، فقیرتون کردیم، نگاه کن پول دوا ندارید بدید، نگاه کن الان تو فیلم ها دارن نشون میدن یارو گریه میکنه میگه ننم داره میمیره، تو فیلم چرخ و فلک پول ندارم بس ننم دوا بخرم، بعد کتکش میزنه، بعد فلانش میکنه، بعد میگه زندونم به سر میاد، این آقا هم به سر میاد، دنیا وفا نداره. اینا رو میخوندن دیگه برامون، آقا ایرج میخوند برامون دیگه، حالا میشه نوکر جمهوری اسلامی ها. و برای همون گوزنو برامون درست میکردن، میگفت اینجا خونمه، نه بابا مثل که تو حالیت نیست، خونمه، به شاه میگفتم مثل که تو حالیت اینجا خونه ما، خونه تو نیست، پهلوی ها اضافه توی مملکه. بله، بعد جایزه سپاس بهشون میدادن، بعد سال بعد که جایزه سپاسو نمیدادن به ناصر ملک‌بودی همین آقای بهروز وصول میگفت نه من برام جایزه سپاس همچین مهم نیست، این مهم نبود، پس چرا بار اول گرفتی و غیر ما شوسی اومدی؟ و بعد صمد آقا برامون میومد، خیلی کم میآوردن، عید به عید صمد آقا رو میفرستادن، صمد عاشق میشود، صمد فارغ میشود، صمد حامله میشود، صمد به شهر میره، صمد به داهات میره، صمد خوشبخت میشه، صمد اژدها میشه، هیچ کی نمیتونه مثل ما ببین چه هی نوشته، بابا هی داره شاه رو مسخره میکردن. بعد میگه کامبیز نگاه 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 ما چه گرد افتادم، عکسشو انداخته بودم به عنوان قهرمان خوشبختی پشت پنجره، بعد عکس گرد افتاده، میگم ما چه گرد افتاده، شاه رو مسخره میکردن، بعد فیلم بلوش درست میکردن که جشنای 2500 ساله رو به لجن بکشن و بقیه ماجراها، یعنی از چپ و راست به این آقا ضربه داشتن میزدن. چرا؟ چون شاه بدی بود، خیلی بد بود، از این شاه بدتر تاریخ ایران به خودش ندیده بود. منو بهتون ثابت میکنم که این شاه چقدر بد بود، من سلطنت طلب به شما ثابت میکنم این شاه چقدر شاه بدی بود. جناب مهندس شماره 26 و لطف محبت بفرمایید، ببین شاه چقدر بد بود، جنرال آمریکایی ببین چه جوری داره راجع به شاه بد حرف میزنه، جنرال آمریکایی. بله شاه بد بود، خیلی بد جوری هم بد. General, you have had the opportunity to meet and talk with His Imperial Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi. What were the Shah's impressions of Exercise Delaware? So far, the Shah has expressed great pleasure over what has taken place in the exercise. Just a few moments ago, he turned to me and said, "That is a very precise drop indeed." And there was enthusiasm in the manner in which he expressed himself. Sir, do you feel this exercise will have some kind of an impact on the Iranian army and, in fact, on the Iranian people? I think that any strong common endeavor between two people does have a large impact. The impact that I've observed is one of friendliness to start with, but most importantly is that we are learning how to work with the Iranian armed forces as a combined joint team engaged in a common enterprise. With this teamwork, if we should ever have to operate together, our strength will be multiplied. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی این چه شاه بدی بوده، چه شاه چیزی بوده، بی کلاسی بوده، چه جنرال آمریکایی. دیدی جنرال داشت فوش میداد، شما انگلیسیتون ضعیف، اونجا داشت دروغکه به فارسی مینوشت، بعد دیدی چجوری اسم شاهو میاره، دیدی چجوری وایساده. آره آخه شاه چیز بود، مثل خمینی بود دور از اونش. آره ما اینو دوست داشتیم که سوار اولاق، پسری سوار اولاق میشه ولی ولیعهد ما سوار F14 میشه. خب ما تگریز هم دیگه نمیتونیم قبول کنیم. اون مردی که میگفت این شیعه چرا اینجوریه، چرا تکان نمیخورد، چرا جم نمیخورد، همیشه باید تکان بخوره، همیشه جم بخوره، ما از این حال میکردیم. ولی وقتی ایشون میمد و میفرمودن ما به شما وعده تمدن بزرگ رو میدهیم و دیگران به شما فکر میکنن وعده وحشت بزرگ رو میدن، این دیگه انتخابش با شماست که برید دنبال طویله یا برید دنبال تمدن. بیت دومش آخرش از من بود.
بعد ما از اون بدمون میومد چون نمیفهمیدم تمدن چیه، چطور چه شاد داره چه بدقد حرف میزنه، ولی میفهمیدیم که صمد آقا چی میگه. چی بگم سرکار، هر چی نگم بهتر از اینکه یه چیزی بگم. خب مثلا چی میخواستی بگی؟ مثلا چی مگه تو مملکت چی داشته میگذشته که شما خجالت میکشیدی که بگی؟ مگه چی شما چی میخواستید تو ایران که دم دستتون نبود؟ تئاتر شهر نداشتین که داشتین، تئاتر رودکی نداشتین که داشتین، سینما نداشتین که داشتید، استودیو نداشتین که داشتین. چی میخواستید که نداشتید؟ قرار بود چی بگین تو تلویزیون ها که نمیگفتین؟ تازه تو سینما کم میآوردین، تو تلویزیون هم که آدم داشتین. آقای قاطبه مگه نمیومد میگفت الو منزل بانو گوگوش؟ ای کامبیز جان تویی؟ پس تو کجایی؟ چرا نمیای با این قلی ما سه چرخ سواری بکنی؟ دیگه چجوری تیکه بندازید به خاندان پهلوی؟ که بعد تلفن رو قطع کرده، بعد میگه الو؟ الو هدی جان تویی؟ بابا دختر تو کجایی؟ ها؟ دیگه چی می‌خواستین بگین؟ کم میآورد آقای مربوطه رو میآوردین. دام دارم دام دام دارم دام 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 دام. عزیزم 200 تومن امسال به اون عیدی میدن، 400 تومن به اون پاداش میدن. جون من به خدا جون، امسال عیدمون خوبه خوبه. آجیل میتونیم بخریم، میوه میتونیم بخریم. یعنی بهتون عیدی نمیدادن، آجیل نمیتونستین بخرید. عیدی نمیتونستین بخرید. لعنت به اون پدر و مادرت، توده ی حروم لقمه. بهزاد کی بود بی شرف؟ اسمش آدم رفت، بی شرف توده، خودش و زن توده یه کسافتش، یا این یکی آشغالی که گفت همکنون به من خبر دادن دارن میریزن به سمت تلویزیون، حالا اومده میگه چه اشتباهی کردم که صدای انقلاب به نام من تموم شد. خیانت کردید، همه تون خائنید، همه تون به کشور ایران خیانت کردید و حالا توقع دارین که زیر پاتون هم بیان فرش قرمز بندازن؟ از آقای قاطبتون تا بقیه‌تون همه تون خیانت کردید، تاوانش هم دادید تو غربت، توانش هم دادید. جناب مهندس بریم تو شماره 27. شاه رو ببینی چقدر آدم بدی بوده. جنرال رو دیدی؟ حالا یکی دیگه از کارهای بسیار بد شاه رو میخوام بهتون نشون بدم. ببین چقدر این شاه بد و ظالم بوده. بله. سپاس از شما جناب مهندسی هاشمی گرامی. دیدین چه شاه بدی بود؟ اون جنرال امریکایی که ارتش ایران رو با درایت خدایگان به پنجمین ارتش غیر اتمی جهان رسوندن، چقدر بد بود که قدرت دفاعی ایران زیاد بشه، که تو خلیج فارس بگیم که دست خر کوتاه، این جزایر مال ماست، خلیج مال ماست، هر کی اینجا میره میاد باید دم ما رو ببینه و بره بیاد. ها؟ و محکمترین سد جهان رو زد که آب آشامیدنی بده ما بخوریم. یه چقدر شاه بدیم، خیلی بد بود، بدجوری بد بود این شاه. مریم بانو از تورنتو $30 سپاس از شما سرکار بانو. بانو جیتی $20 سپاس از بانو جیتی عزیز. بانو جانت $100 سپاس از بانوان عزیز. خیلی سپاس از لطف و محبتتون. به خاطر جانباختگان راه آزادی میهن $10 سپاس از لطف و محبت. طلوع خورشید $40 سپاس از شما. آقا آرش هم از هامبورگ €20 دست گل درد نکنه. آرش جان عرض کنم بانو شهره لطف کردن گفتن سپاس از برنامه خوب رضا احمدی $25 دست شما درد نکنه بانو شهره عزیز.
و آقا فرشاد و خانواده محترم هم از اورنج کانتی لطف محبت کردن $300 دست آقا فرشاد و خانواده محترم درد نکنه. شاه بد و دیدید؟ آره. یکی دیگه از بدیای شاه رو بهتون نشون بدم. بابا حقش بود بر علیهش آهنگ بخونن. حقش بود که بگن تاج و از سرش لشکر پیاده برداشت. حقش بود که بر علیهش تنگسی رو درست کنن. که بیاد بگه آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده. حقش بود چون دوز بودن شاه، همشون خانواده شاه، وزرا، وکلا، اصلا دوز بازار بود. دوز بازار بود که ایران شده بود هفتمین قدرت اقتصادی جهان. دوز بودیم دیگه، دوران بابای منم دوز بود. بله، که گردن ملت ایران کراوات بیاندازی. پدر بزرگای ما با بهترین شغلشون میگودن خرکی میگودن، چی میگودن؟ طویله داشتن، طویله دار بودن، بهترین شغلشون یعنی آژانس دار بودن. جناب مهندس بریم تو 28. شاه بد رو نگاه کنید، خیلی شاه بدجوری بدی بود. بله. اگر برای ایجاد یک تمرکزی که لازمه پرتاب کردن این مملکت به جلو بود و اجرای اصول این انقلاب و تکمیل آن احتیاج به قدرت مرکزی فوق العاده بود و هنوز شاید تا یه مقداری لازم هست و شاید اصولاً وضع جغرافیای این مملکت یک حدودی رو باید همیشه تحت نظر داشته باشد، ما بغیره بدید به مردم و این کار داره می شود. از شورای ده، از انجمن شهر، از انجمن شهرستان و استان، از ایجاد احزاب سیاسی که در قلب روستاها و کارگاه‌ها و مردم باید بروند و منعکس کننده آنها باشند و هدایت کننده آنها در کارهای فنی و اداری، این با اصول دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک از جامعه ایران جامعه‌ای می‌سازد که می‌توانیم بگوییم در او هر فرد ایرانی به یک طریقی کاملا شریک است. با سر همبندی، حق بازی، به چند وقتی انسان میتواند یک کاری را پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره مردم شد. چند سال دیگر ایران محوری اجاره خواهد کرد با هر چند کانالی که لازم هست، بگیریم مثلا 12 کانال که سر تا سر ایران را بپوشاند و کانال‌هایی که برای تدریس لازم هست به این کار اختصاص پیدا کند، 24 ساعت روی 24 ساعت. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. سرکار بانو شهین از لس آنجلس لطف محبت کردن $100. سپاس از سرکار بانو شهین عزیز از لس آنجلس $100. مواظب کیفتون باشید بانو شهین، میرید تو لس آنجلس اونجا پر جیب بره، یکیش تو این طویله نشسته لگن پروژه دوز، حواستون باشه جیبتون نزنه. شاه بدو دیدید؟ صحنه آخرش یک بار دیگه برید نگاه کنید خودتون بچه‌های. ببینید وقتی اعلیحضرت تشریف میبرن هیئت دولت رو نگاه کنید، نظم و انضباط و شیپوش. بعد ببین شاهنشاه چجوری شق و رق داره میره میاد تو اون سن و سال، ببین چجوری محکم شیکم کتابی. تیپ هنوز که هنوزه تو هالیوود رو دستش نیومده، ما درکش نکردیم. الان آقای جناب سیاوش چیزی رو گفتن، رئیس رادیوی ایران ایرج گرگین بود. این یه خواهری داشت، میدونید خواهرش، زنش
خواهر کی بود؟ خسرو گل سرخی. اون وقت میگفتن ساواک، ساواک. دلم نمیاد بگم خاک بر سر ساواک. اسمش طوری اسم انداخته بود تو ایران که مثلا میگفتن ساواک. بابا کاری نمیکردن به شما، کاری نکردن که ما مملکت به این روز افتاد، کاری نکردن مملکت به این روز افتاد. همش میترسیدن، میرفتن در خونه اکبر دزده، میگفتن آقای رفسنجانی منزل تشریف دارن. خود دخترش فاحشه رفسنجانی داره میگه، من که نمیگم. جناب مهندس سه تا عکس رو لطف کنید. 29-30-31 شاه بدو دیدی؟ آره. حالا چند سه تا آدم بد اون دولت هم میخوام بهتون نشون بدم. یعنی تمام اون ترانه ها، تمام اون فیلم ها، تمام این جنگولک بازی ها، تمام ماویست بودن پرویز قلیچخانی، اسلامی بودن علی پروین، فیلم ها، نوکر دم، نه نه، میخواستن مملکت رو به اینجا برسونن. امیر عباس و هویدا سمت راست، قبل از شورش 57 نخست وزیر بود. وقتی تو دادگاه گفت که به مردم خدمت کرده و 13 سال قیمتا رو ثابت نگه داشته، همه خندیدن، بعد هم اعدامش کردن. 10 شایی تو حسابش نبود، خونش کرایه‌ای بود، یه دونه ماشین پیکان چیز داشت، اتومات داشت، بدون محافظ میرفت نخست وزیری میومد. سمت چپ اکبر نمیدونم چی تبری، نم چه اسمی داره، سالها معاون قوه قضاییه بود، تا توانست رشوه های کلان گرفت، تو دادگاه با پررویی از کارهاش دفاع کرد و گفت اگر بیشترم میخواسته بهش میدادن. جناب مهندس بعدی رو لطفا باید بفرمایید. ما هویدا رو نمیخواستیم، ما این اکبره رو میخواستیم، چون لیاقت نداشتیم، ثابت کردیم. حالا یه نسلی اومده میگه نه، ما لیاقتمون اینا نیست، ما هویدا رو میخوایم. وزیر امور خارجه شاه زنده یاد عباس علی خلدبری بود. بعد از شورش 57 به جرم تلاش برای امضای قرارداد برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعدام شد. این تنها جرمش بود. سمت چپ علی اشرف ریاحی، داماد آقای نعمتزاده، آقای نعمتزاده الاغزاده، وزیر سابق صنعت، تو جریان فروش محصولات پتروشیمی بیش از 6 میلیارد یورو از بیت المال رو به جیب زد و فرار کرد. 6 میلیارد، خودم کف کردم، 6 میلیارد یورو. ماین گاد نای. چرا مهندس بعدی رو واخ 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 اون وقت میگن چرا تورم شده 6000%؟ حقمونه. قیافه رو نگاه. سمت راست زنده یاد فرخرو پارسا، وزیر آموزش پرورش دوران شاهنشاه، عمر خودش رو در راه آموزش و پیشرفت کودکان و زنان ایران صرف کرد. بعد از شورش 57 دستگیر و ناجوان مردانه اعدام شد. جرمش چی بوده که چرا مدرسه مختلط را انداخته؟ این سمت چپی مرجان شیخ الاسلامی، مدیر مثل که همون که رفیق یارو قومی است، مدیر یه سری شرکت های بازرگانی بود، میلیون ها دلار و یورو از حق مردم ایران رو دزدید، به کانادا فرار کرد. هیچ کس هم تا حالا نتونست یقش رو بگیره. جمال تو گل بانو با به ما میگه بچه تهرون زرنگ، برو تو قیافه. لایتمکن. دست درد نکنه جناب مهندس، بیه مسامی رو بگیم. دیدید چقدر شاه بد بود؟ دیدید وزرا چقدر بد؟ نخست وزیرش بد بود، دوز بود، وزیر آموزش پرورشش بد بود، دوز بود، وزیر امور خارجه‌اش بد بود، دوز بود، ارتش بد. اصلا خیلی سیستم بدی بود. ببین چقدر بد بوده که بعد از گذشت 44 سال که در تاریخ بشریت همچین سابقه ای نبوده است، بعد از گذشت 44 سال یه دولتی، 44 سال یه ملتی تاج رو از سرش برداشته، لشکر پیاده تو خیابون تاج از سر اون شاهه برداشته، اون شاه بده، اون وزیر بداشو که اعدام کردن، ارتشیاشو که اعدام کردن، بعد 44 سال یه ملتی اومده میگه چه گوهی خوردم که انقلاب کردم، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، پهلوی کجای بداد ما بیای، خار مادرمونو به سیخ کباب کشیدن. ببین چه شاهه بدی بوده. و هنوز نشستن خارج از کشور و میگن نباید تک رو باش، تک خور باشی، باید با معصوم و قومی باشی. ببین چه گرد افتاد اون وجوری گرد افتاد. اسد از آلمان 25 دلار، سپاس از شما. ایس اوکی. آقای سیاوش، آقای سیاوش.
خیلی راحت شد. ممنونت. آقای روبرت عزیز لطف کرد $100 دیگه داد و یه جمله گفتن که به هر حال شنونده است که باید گفته بشه. گفتن درود به شرف سوسن، بانو سوسن که با دست شکسته حاضر نشد خودشو بفروشه تو خونه مون، ولی آقایون رفتن دنبال مامورین جمهوری اسلامی و چه و چه و چه و چه. درود به شرفت روبرت، روانت شاد سوسن، روانت شاد، روانت شاد، روانت شاد. فرشید عزیز ما هم فرشید هخامنشی از آلمان 5 یورو، درود به شرفت فرشید. اسامی رو بگیم. اسد از آلمان $25، دست درد نکنه اسد جان. رعنای عزیز ما، رعنای نوجوان از ترکیه $100، دست درد نکنه رعنا جان. آقای سرکار بانو منیر، آقا خسروی گل از تورنتو $100، سپاس از شما. سارا و کوروش نوید دو بزرگوارم $60، خیلی ازتون ممنونم. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین $50، سپاس از لطف و محبت شما انسان شریف. روبرت عزیز ما جانسار خاندان پهلوی شیکاگو $200، دست درد نکنه روبرت جان. سرکار بانو ماندانا $100، سپاس از بانو ماندانا. بانو مریم، مریم بانو هم از تورنتو $30، سپاس از شما. بانو جیتی $20، سپاس از شما. بانو جانت $100، سپاس از شما. به خاطر جانباختگان راه میهن، راه آزادی میهن $10، سپاس از شما. طلوع خورشید $40، سپاس از شما. آرش عزیز ما هامبورگ $20، سپاس از آرش. بانو شهره عزیز $25، بازم از اتون سپاس گذارم سرکار بانو. بانو شهین هم از لس آنجلس $100، سپاس از شما. آقا فرشاد و خانواده محترم اورنج کانتی $300، سپاس از لطف و محبت شما. و فرشید عزیز ما فرشید هخامنشی هم €5 از آلمان، دست گل درد نکنه. از همتون سپاس گذارم. شما رو به قول رضا فاضلی، استاد فاضلی، به نام خداوند جان و خرد، به خرد خودتون میسپارمتون. به حرفای رضا احمدی گوش نکنید، به خردتون گوش کنید. ما امروز مهمونتونیم و فردا هزار دعاگو. به خرد خودتون گوش کنید. اجازه ندید، عذر میخوام، پوزش میطلبم، خیلی معذرت میخوام، حرفم دلخور نشید. میگم که ثبت بشه. یه جوری باید بعضی موقع یه چیزایی رو بگم که ثبت بشه تو وجودتون. نذاریم، خودم هم دارم میگم. اجازه ندیم هر کی گرد را میرسه پالون بندازه رو گوشمون. بس یک بار نشون بدیم ما فرزندان اردشیر دراز دستیم که دست درازی میکرد به یونان میزد تو چک و پوچشون. نشون بدیم ما فرزندان کوروش و خشایارش، نشون بدیم ما تو تاریخمون ماندانا داشتیم، یوتاب داشتیم، آرتیمیس داشتیم. نشون بدیم ما تو تاریخمون این زنان و مردان بزرگ داشتیم. نشون بدیم که پهلوی ها واقعا ما رو تربیت کردن، به ما عقل و شعور دادن. نشون بدیم که ما واقعا یک بوی از شاهنامه به مشاممون خورده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه من برنگذرد، نشون بدیم که شعور داریم. نشون بدیم که گفته یا حافظ بزرگ که فرمود شود آیا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. در میخانه ببستن خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشاین. ملت به با خیزید و بار دیگر آتش زرتشت رو نه در ایران نه در خاورمیانه که در جهان شعله ور کنید و نجات بدید خودتون رو از منجلابی به نام جمهوری اشغالگر اسلامی. شاد و پیروز باشید. ترانه ای از هنرمند بزرگ و ملی ستار عزیز که هر بار من اینو گوش میکنم فقط به نیت خدایگان گوش میکنم و به نیت خدایگان هم خوانده شده. ای کاش فرصتی بود حتی برای یک بار با تو نفس کشیدن، میشد دوباره تکرار. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه، زنده و جاوید با سلسله پهلوی، با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، پاینده ایران، جاوید شاه، میهن پرستان، سر بلند، سینه سپر، بیسید پشت سر پادشاهتون تا پهلویس رو به ایران برگردونیم. پاینده ایران، جاوید شاه. فرصتی بود حتی برای یک بار،